جناب آقای کنگلدو، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. شما شاید خیلی از افراد ندونند، اما چهره سیاسی، انقلابی، امنیتی و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران بودید. بپردازیم از پیشینه شما. ما برای اینکه تاریخ کشورمون رو در طول دهه‌های گذشته بشناسیم، می‌خوایم بدونیم که یکی از چهره‌های تأثیرگذار که شما باشید در کجا به دنیا آمدید، چه تحصیلی کردید؟ شما اهل ورامین هستید، درسته؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. هر چه رسد از آن دوست آن خوش است، مهر تو بر دلم نشست آن خوش است. سلام بر همه شهدا و همه مظلومان تاریخ و سلام بر صبر انقلابیون و مبارزین در راه حق. و اما من حقیر که اهل کجا هستم و چی بودم و چه کار کردم در خدمتم، اینم به خاطر اینکه بعد از 70 سال و اگر که به خاطر تاریخ نبود هرگز لبم گشاده نمی‌شد، ولی خوب است برای راهنمایی ایران و همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی شکلگیری انقلاب‌ها چگونه شکل می‌گیره و چگونه شکست می‌خوره برای نسل‌های آینده خیلی مفید. من متولد 15 شهریور 1326، صادره از آبباریک ورامین و در یک خانواده روستایی، در یک خانواده مذهبی و انقلابی بزرگ شدم، به دنیا آمدم. و اینی که گفتم من از کلاس دوم، من هر چیزی یه مسببی میخواد. درسته که ما در خانواده های اون موقع دهات همه از قلدری بودن و قدرتمند بودن و کی چقدر زور داره، کی چقدر میخوره، کی چقدر فلان میکنه، اینها بود و همه از اجدادشون که من یه پدر بزرگ داشتم مثلا چند نفر رو میزد، چقدر قضا میخورده، هیکلش اینجوری بود، فلان بود. برعکس اینا در خانواده ما یا شب نشینی هایی که بود انجام میشد، هیچ وقت خونه ما این حرفا این بحثا نبود. در همون موقع بحثای بیشتر سیاسی و مذهبی بود که چه کار کنیم، که ما میشنیدیم مثلا روحانی بریم بیاریم یه عالم، اون موقع نمیگفتن روحانی، عالم بیاریم و عالم رو عوض کنیم، این عالم اینجوری صحبت کرده، این عالم نباید اینجوری صحبت بکنه. صحبت ابتدای دهه 30 هست، درسته؟ بله. داریم در مورد ابتدای دهه 30 صحبت میکنیم. بله دیگه، بله همون موقع. این و جریان های اون موقع مثل حزب توده، جبهه ملی، مصدق. بعد از یه طرف دیگه من عموی من یه آدم بود، داشمشتی بود، مرام داشمشتی گیری داشت با ژاندارمری، یعنی با حکومت. اون موقع حکومت رو تو ده دیگه فقط ژاندارم میدونستن. امنیه بود اون موقع؟ بله امنیه. من الان میگم امنیه بود، خان بود و کت خدا. وارستاتاشون مشکل داشت. آره دیگه، این چون که اذیت میکردن مردم اون موقع و واقعا هم اذیت میکردن. تا
چجوری اذیت میکردن؟ حق این کشاورز نمیدادن، به ناموس چون چشم بد داشتن دیگه، میزدن اینا رو، فلک میکردن اینا رو. اگر مثلا یه گوسفند یه بوزی داشت، مثلا یه رعیت رفته بود توی زمین مالک یه علفی خورده بود، میگرفتن صاحبش رو میزدن. خیلی خیلی ظلم میکردن، خیلی ظلم میکردن. بعد عموی شما مقاومت؟ عموی من داشمشتی بود، همیشه هم یه خنجر کمرش بود و سربازی هم نرفت، 12 سال خدمت کرد. اجباری در واقع؟ اجباری، اسمش بودن اجباری. و اونا هم با عموم بد بودن، میزد، مسلح هم بود عموم، میزد، جاندارم میزد، کسی هم زودش به عموم میزد. یعنی چی کار میکرد؟ کتک میزد یا میکشت؟ آره دیگه، نه کشتنی در، یعنی در همون حدی که بترسه، یعنی اون طرف مقابل. اونا هم همشون میترسیدن و چون که خلاف میکردن. اما من مذهبی متدین و اینا مثل پدرم نبود. پدر من خیلی مصوب، زور شب مسجد. شما عموتون رو دوست داشته؟ خیلی عموم دوست داشتم، به دلیل اینکه عموم فرزند نداشت، خانواده نداشتن در واقع، و به من خیلی علاقه داشت و منم بهشون خیلی علاقه داشتم. همسایه هم بودیم، یعنی یه دیوار کوتاه هر روز روزی 10 شه به من میداد. خلاصه خیلی با هم علاقمند بودیم اینا. بعد عموم رو ژاندارمری میگیره و اینقدر کتک میزنه تا زیر شکنجه و کتک فوت بکنه. لابد شما هم کینش رو کردید؟ آره. بعد من هم دیگه از همون موقع با توجه به اون سابقه و این عموم هم که اینجور شد دیگه، همه هم موقع هم اینجوری بود. هر روز یا بعض موقع بیومدم من قدم رو میگرفتم، خودم میگفتم مادر، نه نمیدونم، نه نجا من قدم من یه خط بکش. بعض دو مرتبه میگفتم میخوام بزرگ بشم، میخوام بیام بجنگم با شاه، میخوام بلان کنم، میخوام فلان کنم، میخوام این عربا نظرم بیاد اینجا. همش با این حس من این بود. چند تا بچه بودین شما؟ ما 7 تا. چند تا پسر؟ چند تا؟ 4 تا پسر، 3 تا هم دختر. شما چندمی بودی؟ من اولاد پنجمی بودم، ولی 2 تا قبل از من فوت کرده بودن، من اولاد سوم حساب میشدم. بله. از بزرگ شما دیگه بعدم اومدیم تهران، یه مدتی تو نونوایی کار میکردم، بعد برگشتم دهمون اینجا برای مادرم که بتونه تأمین کنه زندگیشو، چون بابا مریض بود نمیتونست کار بکنه، مادرم نونوایی میکرد. من اومدم 2 سال از تهران اومدم، 2 سال میرفتم صبح تا شب هیزم میزدم، تهیه میکردم. بوته های هست، بوته چالتاق میگن، تیغ میگن، اسمش اینه، جمع میکردم آماده کردم تا 2 سال که من تو این 2 سال بتونم یه کاری یاد بگیرم، مادرم هم بتونه نون بپزه و هزینه تامین بشه. من این کاری کردم و مجددا اومدم باز تهران. باز اومدم تهران دیگه، اول تو قسمت مکانیکی بودم و پیش حاجستان آقای حبیبی، 4 انبار نفت، اونجا بودم. خیلی از سرمایه دارای تهران بود، خیلی هم دلش میخواست من پیشش بمونم، ولی برادر بزرگتر من شهید حسینی کنگرلو گفتش که نه، نمیخوام اینجا بری. ما هم نرفتیم. اون یه جاهایی رو میدید منم که من متوجه نبودم. در صورت اون موقع میشون تو گارد شاهنشاهی استخدام شده بود، ازدواج هم نکرده بود. و بعدم که این تموم شد، من از حالا با توجه به اون کینه‌ای که شما داشتید از حکومت شاه به خاطر عموتون و حضور برادرتون در گارد شاهنشاهی،
میخواستید که از حضور برادرتون استفاده بکنید که سرک بکشید، سازوکار در واقع نظامی شاه رو متوجه بشین؟ همش رو برنامه و همش رو همین برنامه ریزی رؤیایی من بود. اینا همه تو رؤیا برنامه ریزی میکردم. تو رؤیا این که یک زمانی بله اسلحه داشته باشه و شاه رو بیاد بیندازه. بعد همون موقع بود که من یادم یه روز جمعه بود، یه دوچرخه لاره داشته داشتم و نبود بفوت ماموریت. من گفتم من اگه بزرگ بشم، مرد بشم، بالاخره من میخوام با شاه بجنگم. از الان که بچه‌م هستم، باورش نمیشه که من اومدم برای شناسایی اینا. الان برم توی این پادگان، من فکر میکردم همه قدرت شاه مثلا این پادگان باقشاست مقر گارد شاهنشاهی بود. بله. دیگه بله، اینجا من برم شناسایی بکنم اصلی خونهشون کجاست که من بزرگ بشدم حمله کنیم بریم اصلی خونه، اول اصلی ها رو بگیریم که نیروهای لشکر ما بیاد اصلیه داشته باشه. که من با دوچرخه رفتم با هزار مکافات و دم در و یه جوری اینقدر برانوت چیز کردم، رفت آمد و با دوچرخه پا میزدم، قدم نمیرسید رو تنه بزنم، وسط تنه اون پایین پا میزدم، تا اینکه اونم باورش نمیشد که مثلا یه بچه داره بازی میکنه. تا یه لحظه سرش گرم بود با یه پیرزنی میخواست ملاقات بکنه حواظش دارم. من با دوچرخه رفتم توی باغشا، رفتم اینقدر این برانوت درخت زیاد بود، خیلی درخت بود. اصلا خونه رو پیدا کنه؟ رفتم اصلا خونه رو پیدا کردم. نوشته بود تال، خب من سواد داشتم دیگه، نوشته بود. همونجا هم سربازا داشتن نگهبانی میدادن، من دستگیر کردم. من دستگیر کردم، اینجا چیکار میکنی؟ تو کی هستی؟ ما رو بردن دفتر فرماندهی. بعد دفتر فرماندهی از روی چشم ابرو خودش گفت منو شناخته مثلا، تا منو دید شناخت که برادر فلانی هست. آره، گفتش که تو داداش کنگرلویی؟ گفتم آره. گفت اینجا برای چی اومدی؟ گفتم من اومدم داداشم نیست چند روزه، دلم تنگ شده من داداشم ببینم. این گفتش که ما یه فرمانده داریم، خیلی آدم عوضی و ناراحتیه، اول میزنتت. خلاصه منو یه جوری خیلی آروم و یواشکی به قول خودمون ما رو فراری داد که به دست این فرمانده نیفتیم. ما از اونجا ما مالی اینجوری در همه مسائل دنبال این بودیم که بجنگیم با این حکومت. شما با توجه به برامینی بودید، ماجرای انشود که خرداد سال 42 رو یادتون میاد؟ بله، اونجا هم خرداد 15 خرداد 42، من هنوز سیگزالروز نشده بودم، پادو بودم، پادو بودم تو همین سنف کشباف چاره گلوباندک کارخانه علی فروغی. من اونجا پادو بودم. و یه ایام تعطیلی بود 15 خرداد. اون موقع 15 خرداد فکر کنم عاشورای چیزی بود دقیقاً یادم نیست. بعد یه چیزی بود که تعطیل بودن، ما رفتیم تعطیل می‌رفتیم ورامین از تهران. ورامین بودم، همون به اصطلاح اون روز 15 خرداد من خودم یه چیزایی رو حس می‌کردم که یکی دو نفر تو خود این آباریک، مثل حاج حسین صالحی و حاج حسین ایروانی و اینا خاروا فروش بودن، بقال بودن. اینا من مسجدی و انقلابی هم بودن. اینا با دوچرخه میرفتن ورامین میومدن و خلصه اومدم پرسیدم، دیگه کسی نبود چیزی به من بگه. روزی از ده صبح میرفت تهران چهار مولوی، چهار مولوی هم برمیگشت ده ما. یه اتوبوس بود فقط، هیچ کسی دیگه هیچ امکانی موتوری ماشینی داشته باشه نبود. فقط یکی دو تا دوچرخه سوار بودن، اونم کاسبا بودن، دو تا که دوچرخه داشتن میرفتن ورامین. بعد شاگرد
اتوبوس ماشین یه آدم معروفی بود بنامه قاسم سیاه میشون گفتن، فامیلشون ترابادی بود، در یه همه قاسم سیاه. این از همین اتوبوس که ترمز کرد های هوار کرد، آی مردم کشتن، تهان کردن، فلان، من دیدم خودم فلان، همچین مردم جمع شدن و همه رو اخبارها رو تو طاق اتوبوس بلند بلند گفت، مردم هم جمع شده بودن. این تقریبا در موقع نزدیک های غروب آفتاب بود، اتوبوس رسید و گفت. اون موقع شنیدین چند نفر کشته شدن؟ اون آقای قاسم سیاه گفت چند نفر کشته شد؟ نگفت چند نفر، چون که این قاسم سیاه جریان ورامین رو نگفت، که جریان تهران میگفت. و که ریختن قبرستان بهائیان رو شکستند و اغراق کردن به عقیده من. این موضوع ورامین اینجور بود که ورامین چقدر جمعیت داشت اون موقع؟ ورامین جمعیتش زیاد نبود مثلا، الان هم زیاد نیست. جمعیت ورامین اون موقع 100,000 تا، شاید هم کمتر. اینو من آمار ندارم، الان همینجوری میگم، شاید هم کمتر جمعیت. به حال 15,000 تا کشته نمیتونست بده اصلا. این 15,000 تا 15 خرداد 15,000 تا کشته، اینا با عدد روندش کردن. آره عدد روندش کردن. پس اون دوره که دوره برو بروی در واقع نواب صفوی بود و تشکیلات اون، شما مخالف بودین؟ من میشنیدم، البته من اگه میخوای من نگاه کنی، من هر چیزی که به جنگ و خشونت و کشتن و اینا بود من موافق بودم. خب ولی اگر بخوای درست حسابی بخوای بررسی بکنی از دیدگاه اسلام، مرجع تقلید شیعیان جهان اون موقع بزرگترین آقای بورژردی بود، آیت الله بورژردی بود. آقای بورژردی اصلا هیچ تأییدی نکرد کار اینا رو، هیچ. نه ساواکی بود آقای بورژردی، نه طرفدار ظالما بود، ولی کار ترور رو قبول نکرد و آخرش هم نکردیم. و حالا ما میفهمیم، حالا که سردی و گرمی روزگار سیاسی رو چشیدیم، میفهمیم که چه کار درستی کرده. آقای کنگرلو در سالها بعدی خوره بریم جلوتر، وقتی ماجرای رستوران خانسالار اتفاق افتاد، شما چه موقعیتی داشتین؟ بله نمیدونم شما بدونی یا ندارم. من یکی از چیزهایی که حالا اینجا میگم، ولی تا بعدش حالا شاید اجازه ندادم برای چیز، من مخالف عملیات مسلحانه نبودم، یعنی موافق نبودم. درون خودم خیلی دوست داشتم مبارزه مسلحانه رو بزنیم بکشیم اینا، و امکاناتش هم داشتم و ارزش هم داشتم. ترس هم نداشت اصلا. من دو چیزی رو اصلا نفهمیدم، یکی ترس، یکی هم تکبر. با چه توجیهی حالا تو پروژه؟ حالا همین دیگه. بعد ما یه دفعه من و شهید بگزاده، شهید بروجردی و خدا افتش کنه عبدالله جعفرزاده رفتیم سینما، میدون امام حسین فوزی سابق، فیلم جمیله بوپاشا. جمیله بوپاشا اونجا که اومد یه بمب گذاشت تو رستوران، اومدن تو رستوران، جمیله بوپاشا بی‌حجاب هم بود که از انقلابیون مسلمان الجزایر بود، بمب گذاشت همون تو کیفش بود، کیف رو همون زیر میز که گذاشته بود اول اومده بود، شامشون هم که خوردن خواستن برن کیف رو نیاوردن. بعد که رفتن کیف منفجر شد و افرادی که اونجا بودن همه کشته شدن و اینا. ما اصلا اومدیم بیرون دیگه همه تو فاز دنبال منفجر کردن رستوران بودیم.
بعد به بچه ها من گفتم که ببین درسته که ما الان، ولی ما سرباز امام آقای خمینی هستیم. هرچی ایشون میگه، ایشون مبارزه مسلحانه رو رد کرده. اما همون موقع مثلا آقای هاشمی تو خط مبارزه مسلحانه بود. نه اون موقع موافق نبودم دیگه. خب گفتم ما آماده ایم، حتی من برای عملیات ساعت بخر، کیف بخر، هر کسی مسئول یک قسمت کار بود، امکانات تهیه بکن فلان حرفا. و شهید بروجردی مسئول عضوگیری فعالیت‌های نظامی بود و کارهای نظامی رو هم ایشون مسئولش بود. در حوزه همون فجر اسلام دارید میفرمایید؟ بله بله همون موقع. حالا اینا اومدم وسط کار. بعد تا اینکه اون شب که این عملیات مثلا رخ داد، من با ایشون اختلاف پیدا کردیم سر این موضوع. کدوم شب؟ شبی که خانسالار منفجر شد؟ قبل از اون انفجار خانسالار. فرمودید که مخالف بودید با. من مخالف بودم. بعد خلاصه اختلاف اون اینقدر شد که گفتیم بابا جون شما نمازتونم الان نمیتونید بخونید که بدون تجویز، یعنی بدون قرائت. خلاصه نمازش خونده اون یکی. آقا بلند شدیم گفتیم که بیا بلند شدیم بریم بشه آقای بهشتی، شهید بهشتی قبل از اون. ما رفتیم بشه ایشون، من و بروجردی و عبدالله رفتیم. آقای بهشتی اینا هم حرف من زد. ایشون شهید بروجردی گفت من خودم میفهمم. گفت خب چجوری میفهمی از قرآن؟ گفت زیرش فارسی نوشته دیگه، همون فارسی میخونه. گفت نه این فرق میکنه، شما باید استنباط بکنی که قرآن الان امروز نظرش اینه. بعدم من گفتم ببین ما تنها کسی که میتونه توی گروه ما باشه، یعنی سروری بکنه، کسی که نظر آقای خمینی رو هر روز داشته باشه، آقای بهشتی. و ما سربازیم و اگر آقای خمینی مخالف باشه نباید این کار بکنی. هیچی ما رو گفت مثلا فرض کن، یعنی نمیکشه دیگه، یعنی میترسه نمیکشه. اینجوری این حالت بود تو، احتمالا خودش اینجوری فکر کردن دیگه. ولی ما هر کاری کردیم زورمون نرسید، زورمون نرسید. و عرض به حضور شما بمب موجه کردم رفتیم اونجا. بعد بمب که میخواست بره اول باید میرفت یه جای دیگه، یعنی باید میرفت هتل هویزه. اونجا هتل هویزه میخواستیم بریم، گفتن که ما نمیتونیم بریم. گفتیم مشکل چیه هتل هویزه؟ گفتن که مشکل اینه که اونجا بخواید بری باید یه اتاق میگن اولا باید تیپ بکنی، قشنگ ریشه رو با تیپ بترشی، خیلی اصلاح، لباس درجه یک آمریکایی، کروات خیلی. حالا این بچه بود که مثلا آسین کوتاه میگفتیم حرومه. خب بعد نه بعد اینجاش مهمه که یک دخترم باشه که این دختره حجاب چادر اینه که هیچی، بعد لختی باشه. هر چی لختی باشه اونا کمتر شک میکنن، مثلا رکابی باشه و مینی جوب باشه و اینا. خب چیکار کردین اون وقت؟ من مخالف بودم. هر چی به اینا گفتیم بابا ببین ما میخواییم هدفمون اینه که ما ادامه دهنده حکومت امام علی باشه. امام علی باشه. خب فرض مثال دیگه، مثال میزنیم الان ما اینجا چهار تاییم. یکی منم حاشیه مهدی موسویه که مسئول مالی ما بود، یعنی در واقع کل هزینه های مالی ما را ایشون تامین میکرد و ما همیشه هم یه کاری میکردیم که یه کاری بکنیم که ایشون دستگیر نشه، نسبت به افراد دیگه بیشتر حفاظت میکردیم ازش.
و فرض کن حالا اون رئیش قیابه میگیریم ما چهار تا یک فرض کن نام بکشیم جهان آن اینم علی آقا فرزند ابی طالب اینم نشسته ما میگیم آقای علی آقا شما عضو ما هستی ما میخوایم ادامه دهنده حکومت شما باشیم خواسته شما رو اجرا کنیم فدایی شما هستیم خب ما به خاطر اینکه میخوایم بمب بذاریم فلان جا احتیاج داریم کسی هم اجازه میدی زینب تو زینب خانم بیاد اینجا ما مینی جوب تنش بکنیم و اینجوری بره شما چی فکر میکنی؟ آیا علی ابن ابی طالب موافقه یا نه؟ بدون استثنا همه گفتم مخالف خیلی خوب یه سوال دیگه آقای عبدالله جونم عزیز من اونا خواهر نداشتن خواهر داشتن شوهر کرد این یه خواهر داشتن اونا ازدواج نکرد گفتم تو که یه خواهر داری حالا یه خانواده محجبه متدینی هم بودن اینا گفتش که قدم قرمز شد گفتم تو که خواهر داری خواهرت بیاد با محمد بره اینا دیدم انقدر قرمز شد گفت من هرگز اجازه نمیدم گفتم پس چرا میگید که ما بریم یه نفر یه دختر اینجوری بیاریم حالا خواهرت نباشه خواهر هر کس دیگه اونجا مطرح بود که بریم خواهر فلانی رو فلانی کی بود حالا حسین خداوردی بود که این حسین خداوردی یعنی رفیق شهید هادی بیگزاده بود و هادی بیگزاده هم یه خانومی بود دختر خانومی بود خیلی معجبه بود از شمالی تقریبا آشنایان و ناطق نوری و اونجا اونا بود ما بهش میگویدیم خاله بعد قرار شد که با هادی هم ازدواج بکنه توی مایه ها بعد از طریق ایشون حسین پیدا کردیم حسین هم فرستاده بودیمش توی چیز نفوذی توی فرمسونری اونجا کار میکرد تشکیلات فرمسونری رو جمع‌آوری کنه به ما بگه این نفوذی ما اونجا بود قرار شد خواهر ایشون بفرست و ما این کار کردیم این کار انجام شد خواهرش قبلش محجبه نبود؟ چرا؟ اونجا کشف حجاب کرد و مینی جوب پوشید و رکابی پوشید و حالا مینی جوب پوشید حالا شاید مثلا یه وجب بلندتر ولی این کار شد و من خیلی ناراحت شدم و از همونجا خانومه توجیهش چی بود برای اینکه این کار رو بکنه؟ رفتار انقلابی دیگه آره دیگه اون خانومه مثلا در حد اون نبود که اینجوری تحلیل رو چیز داشته باشه بعد حالا الان تا مثلا بعضی موقع میگه خواهر اون نبود بالاخره یکی بود دیگه حالا چند نفر تلفات داد؟ بکنم 50-60 نفری تلفات داد 50-60 نفر کشته؟ آره چند نفر مجروح؟ نمیدونم چند نفر روزنامه کیهان نوشت چند نفر آمریکایی بودن؟ میگفتن 40 نفر آمریکایی بودن بعد شما کینتون از آمریکایی‌ها چی بود؟ من خیلی مخالف آمریکایی بودیم چرا؟ با شاه قبلش مخالف بودین آمریکا دیگه چرا؟ خب آمریکا دیگه شاه عاملش بود. دست نشانده آمریکا بود دیگه این بعد از ماجرای سال 32 دیگه این تصور بود که آره دیگه سیاسی شدیم و دیگه اون حالت تعصب و اون مدلی تبدیل شد به یه چیزی دیگه بمب‌گذاری کجا یاد گرفتین؟ بمب‌گذاری هر کسی مثلا یه بمب رو ما اون موقع مدرن نبودیم الان مدعی هستیم که هیچ کسی نه الفت نه مجاهدین خلق به اندازه ماها بلد باشه کار مبارزه باشه اون موقع چون که من الفت رو میشناسم منافقین هم میشناسم و الان خیلی پیشرفته ایم خب نه اون موقع اون موقع نه ما ساعتی زشتیم خودمونم موادش رو میساختیم خب بالاخره بعد میدونستین که چی با چی ترکیب میشه هر کسی یه چیزی داشت مثلا من امکانات فراهم میکردم
یه نفرم موادشو ترکیب میکرد دستساز، موادو میذاشت توی کیف سامسونت پر میکرد، ساعتو تنظیم میکردیم میذاشتیم اونجا. یه چاشنی داره تو همینا رو باید کسی بلد باشه آخه. آره یه بلد بودیم، بلد بودیم. من نفهمیدم کجا یاد گرفتی. اونایی که این کار کردن توی نشریه‌های چپ اون موقع بود، مثلا خیلی نشریه‌ای بود که اون موقع مال کوبا اونجاها بود، توی این چیز نوشته بود. قبلش هم تجربه انفجار داشتیم؟ آره ما زمینن ما اینا رو آزمایش میکردیم. کجا؟ تو کویری ورامین. ما پادگان داشتیم ولی تابلو نداشت، پادگان وسیع چندین کیلومتر ولی چیز نبود، یعنی تابلو نداشت. آزمایش هم میکردیم. کجای رستوران بمبو گذاشتن؟ حالا عرض میکنم. بعد این بمب رو افرادی بودن که الان دارم هستن اینا، بدون اینکه اون شبی که قرار بود هویزه رو بزنن اون موقع چیز دیگه میگفتن. یه چی بود اسمش یادم، خیلی آدم با خوبی خوشمزه هم بود، راننده تاکسی بود. خود این راننده تاکسی و محمد برژردی و با اون خانم ستایی رفته بودن اونجا، اتاقم گرفته بودن و فلان حرفا. کار نشده بود و برگشته بودن. ما رمزونم بود. بعد این زیر کرسی یا همجوری فکر میکرده مثلا الان همه مردم دارن دعا میکنن، قرآن سر گرفتن، تو اونجا دارن مثلا عرق خوری میکنن، خان سالار تحریک میشه. بعد بلند میشه خودش تصمیم میگیره. حالا من اینجوری به من گزارش شد، حالا شاید الان یه چیز دیگه مثلا آدم ها بگن. من همون موقع محمد اینو گفته به من، اونجوری خودش تصمیم گرفته رفته اونجا. و دو نفر هم بودن، یه نفر دیگه هم بهش اضافه کردن که هم چند شب پیشا اون آقا به من گفت، گفت من با فلانی بودم. اسمش هم نمیخوام بگی. حالا اگه سختتون رو نکن. آره نه، حالا اسمش چیزی نیست، حالا اگر که من بازش بپرسم باش میگه اسمش. این کیفه اون زیر بوده که غذا میخورن اینا زیر میز. آره دیر بلند میشن. بعدم اون کسی که داشته حساب میکرده بهش میگه برو کیفو بیار. این که همراه اون بود و غیر آدم رو گردن کرفت و قویه کلم بهش میگه بریم، نمیاد. خودش میره بیرون و منفجر میشه، اینم کشته میشه و مثل حزب جمهوری اصلا سقف میاد پایین. خیلی قوی بوده. آره مثل میاد پایین. آمریکایی‌ها شما رو شناسایی نکردن همون موقع؟ نه، سیستمون خیلی پیچیده. خب بعدها وقتی که بعدها نتونست. البته یعنی بعدها وقتی با آمریکایی‌ها ارتباط داشتیم احساس نمی‌کردن که شما همونی هستین که یک زمانی اتباعشون رو کشتین. شاید بوده. به روتو نیوردن. گوش کردی؟ شاید بوده. ما میگیم نمیگیم نه. شاید برون نیوردن. اگر که مثلا میفهمیدن اینا که دارم میگم خیلی چیزه است که کسی نمیدونه اینا رو. چون که من میخوام تاریخ رو به شما بگم میگم. درست. اینم قضیه خونسالار. آقای کنگرلود شما فجر اسلام بودید. در این حال یه مدتی هم صف بودید. ماجرای اختلاف صف و فجر اسلام چی بود؟ بابا همین از همین کشور. یه سوالی بکنم، شما اشاره وقتی میفرمایید به آقای محمد بروجردی، منظورتون همین شهید محمد بروجردی هست که به مسیح کردستان مشهور بود و فرمانده سپاه کردستان بود؟ بله. سوابق چرا نمیدونم؟ حالا عرض میکنم یه دونه اعلامیه 2 سال زندانی داشت. ما شروع کردیم این رو در کوتاه زمانی آوردیم رسوندنش به 20 روز. تاکتیکمون این بود. ما چجوری این کارو کردیم؟ تعداد زیاد. آن دیگه زیاد نمیتونست آدم بگیره. یعنی هر کار ممنوعی، هر کار ممنوعی موقعی که زیاد بشه این
قفش میشکنه، افتش یا اون چیزش میشکنه و به صلاح وقتی همه اعتراضی داشته باشن دیگه همه رو که نمیشه دو سال زندان کرد. آفرین. شما الان اینقدر مثلا هروئین اگه کسیش باشی مثلا میگیرنش، موقعی که تو هر خونه همه هروئین باشه کار نمیتونه بکنه. من به شهید بروجردی گفتم که برادر شما اگر آمادگی داری، من دیدم آماده است، بیا. همون موقع گفتم بیا ما شاخه نظامی رو مسئولیتش بپذیر، همه چیشو من آماده کردم، من پشتیبانی، تدارکات، پادگان، تو فقط نیروهایی که از هر کجا معرفی یا من معرفی میکنم بیاد نیرو رو گزینش بکن، قرار بذار، گزینش بکن، بعد هر کدومی که تو گزینش قبول میشن با اینا کار کن، آماده شون کن برای عملیات. همین رو تو جلسه اول گفتی. آره همه رو همونجور گفتی. اون وقت ایشون میگه خودش کار با اسلحه میدونست، سرباز بود. ماجرای رستوران خانسابه که تنها وارد نبود، شما یه عملیات هم داشتین علیه یک مینیبوس آمریکایی. آره اونم بود. موفق نشد. نه موفق نشد. چرا؟ این میخواست این بمب اون نارنجک رو بندازه، تو نیفتاد، افتاد همون لب پنجره، افتاد توی جوب، اونجا منفجر شد که انفجار این بیشتر به خود همین موتوری که سوار بودن اینا بیشتر لطمه دن تا اونا. و بازم دستگیر نشدن؟ نه. نارنجک هم میساختین؟ آره تولید میکردیم نارنجک. بعد این نارنجک و ماشین تراش و همه خیرآباد ورامین، ما یه جایی بود من خریدم مایی 100 تومن قسط میدادم سفته اونجا رو خریدم. بعد ماشین تراش گذاشتیم، هادیه بگذاده تراشکار بود، شهید هادی بود تراشکار، اینم کار تراشش انجام میداد. بعد موادم ما نفوذی داشتیم توسط هم رفقا، یه موادی از مخصوص انفجار معدنه تو کوه، دینامیت شناست، دینامیت، این دینامیت ها با چاشنی می آوردیم انجام میدادیم، چاشنی هم بود و فیتیله کامل چیز میکرد و قشنگ یاب میزدیم. خب بعد اسلحه هاتون چه بود؟ اسلحه؟ اسلحه کلت بود. از کجا می اومد؟ می خریدیم از عراق، کردستان. آره ببینید ما جواب دادیم، گفتن اگر که شما پیروز شدید، اون موقع پیروزی اصلا یه چیزی، گفتن 30 سال دیگه چکه میکردید نزدیک باشه؟ نه بعد ما اصلا باورمون نمیشد، با چی، با چه امکاناتی شاه به این ترسوی ما ندیدیم. بعد فکر نمیکردیم با تحت فشار در بره. آره با توجه به اینکه ارتش ایران موقعی که اینا خواستن یک لشکر بفرستن تو مردم، اینا نمیخواستن تسلیم بشن، تصمیم داشتن، حتما میدونین تصمیم داشتن نیرو بفرستن تو خیابون، خراب کردن، اومدن که هیچ کس نیست در کارش، هیچ کس نیست، راننده ها نیستن، ممکن نیست، یک تعدادی خیلی کمی هستن. مشابه همون اتفاقی افتاد که تو شهریور 20 در مقابل متفقین اتفاق افتاد، یعنی ارتش در لحظه سخت رها کرد. بله یعنی ارتش ما اومد نجنگید با مردم، به خاطر همین و واقعا اینجا ارتش نایمد رو به رو مردم به صلاح بکش مردم رو، نکرد این کار رو. درست. حالا داشته باشین ما بقیه نامه مهندس بازرگان شده. نامه گفتش که از چه ناحیه، گفتیم اگر یه زمانی ما پیروز شدیم از ناحیه عراق به ما حمله میشه. جدی؟ به خدا والا. خب فکر نمی کردین که عراقی که دارین صحبتش رو میکنین همون موقع که داشتین صحبت میکردین یه بخشی از رادیو عراق رو دادن دست آقای سید محمود دعایی و رادیوی
یعنی حزب بعث داره روحانیت شیعه و انقلابی رو کمک میکنه. بله. رادیو مبارزینت دقیقاً همون. با این وجود فکر میکردی این حزب بعث که داره انقلابی رو کمک میکنه رو در روی انقلاب وای میسته؟ ببین ما خیلی ساعت ها بعد حالا بگو چرا؟ به دلیل اینکه این سوال بود که خب چرا از ناحیه عراق ما حمله میشه؟ ببینید اگر یه زمان ما پیروز شدیم این پیروزی ما پیروزی حزب کمونیست نیست، پیروزی توده‌ای نیست، پیروزی بچه مسلمان هاست و دیدگاه اسلامی دارن. اینو من تحلیل اون موقع رو میگم ها، برعکس دیدگاه های کمونیستی دارن و دیدگاه های قومی دارن. آره. و عراقی ها از اول با ایرانی ها بد بودن. این عراقی ها خودشون رو فاتح جنگ قادسیه میدونن، این عربا، این عراقی ها. و چون که این عراق هم الان شده گردن کلفت همه عربا و حاضر نیست یک کشوری به عنوان اسلام حتی غیر از اسلامی هم داشته باشه و ایران رو اینها ایران رو برده و بنده خودشون میدونن تو تاریخ، اینو حاضر نیستن که ایران به یه قدرتی برسه. به خاطر همین موضوع اینا با شاه داشتن میجنگیدن دیگه. من تو منطقه هم رفتم با افرادم که با ایران بارزانی ها و کردان با اونا چند شب تو قصر شیرین اونجا بودم، یعنی همه اطلاعات اون موقع داشتم. به خاطر این و اینا جنگ با ایران همون موقع هم صدام بود، به خاطر چی ما میجنگیدن؟ به خاطر چی با شاه میجنگیدن؟ منافع عربی ایرانی، همین دیگه. حالا سوال، پیروز شد انقلاب در شرایطی که فکرشو نمیکردید، از فردای پیروزی شما که حدس میزدید که عراقی خطری هست که احتمالا به ایران حمله میکنه، در واقع پیش دستی کردید که شروع کردید به بمبگذاری تو عراق؟ نه، پیش دستی نکردیم. من به خاطر همین موضوع دیدیم همون تحلیلی که من داشتم، قدیمش داشتم، اینا همین عراقی همینجوری فکر میکنن، همینجوری هم. رفتم لب مرز. از من خرداد 58 من لب مرز دیدم. چند ماند از لب مرز اروندرود و عراق. 6 ماه بعد از انقلاب. آره. بعد اون موقع چرا رفتم اونجا؟ عربا رو جمع کرده بودن و یک خلق عرب درست کرده بودن، یه تظاهرات رو از اون ور مدنی استاندار بود. آره، مدنی رو من تخلیه کردم. حالا دوست دارم دفعه دیگه من حکم زیاد دارم، تأیید مثلا شهید بهشتی، از میرحسین موسوی، خاتمی، هاشم رفسنجانی. اینه که بعد از انقلاب دیدگاهشو مثلا چقدر من تایید کردن فلان. از مدنی هم حکم داری؟ از امام؟ از مدنی. مدنی نه. حالا شما رفتید اونجا؟ من با شهید بهشتی یه نامه زد، گفتم باید یه نامه نمیسیدم بسیدم تخلیهش کنم. رفتم تخلیهش کردم، گفت بیا معاون سیاسی من بشو اینجا. مدنی به هر حال دریادار بود دیگه، آدم بله، نظامی هم بود. استاندار بود، هم دریادار بود، هم نامزد ریاست جمهوری بود، آدم قویه. بله. بعد من دیدم مدنی کاملا، یعنی جوری من برخورد کردم و جوری معرفی شدم که این به من گفتش که بیا معاون سیاسی من بشو تو منطقه اینجا و اهدافش رو به من گفت. چی بود؟ اهدافش گفتش که
ما باید از این عربا اینقدر بکشیم، همین جمله، از این عربا اینقدر بکشیم که اینا از ترسشون، یعنی یک مو خلاف نکنه این برابر. فقط عرب، فقط ما باید بکشیم. بعد گفت بعد که کشتیم، یعنی سرکوب شدن، ما تو منطقه عربی امکانات می‌ذاریم و خیلی طرحهایی دارم، مثلا جزیره مینون اینجوری بکنیم، اونجا اینجوری بکنیم. منظورش از عرب، عرب ایران بود یا عرب؟ آره، هم عرب ایرانی ها، ایرانی ها رو گفت برای جزیره مینون. بعد دیدم که خطر عراق هم جدی میگرفت؟ نه، اصلا خطر عراق رو اصلا جدی نمیگرفت هیچ. خب گوش بده، من دیدم این از اوناست که اگر امکانات دستش بیاد همه رو قتل عام میکنه و خودش میشه شاه. در آوردن دیگه خیلی. خب این افرادی هم که این داره معرفی میکنه، بابا فرمانده سپاه آبادان رو این معرفی میکنه، حالا حسابشو بکن دیگه. همون فرمانده سپاه، ما دیدیم عجب، بابا فرمانده سپاه هم حزب‌اللهی ولی فاسد. کی بود؟ مفعول، فرمانده لشکر شد، بچه مردم میکشید رو خودش. کیانی، مهدی کیانی، فرمانده سپاه آبادان بود، بعدم شد فرمانده لشکر، بعدم گرفتنش، مدت کوتاهی زندان بود، بعدم رفت یه جایی ساندویچ فروشی میکرد، بعد اخیراً اومده تو بازی سیاسی. ببینید اینا، ما چون که اول حکومت داریمون بود و بیشترم تو کار امنیتی بودیم، با مطالعاتی که داشتیم چگونه جاسوسی بکنیم، چگونه جاسوس درست بکنیم، اینا رو همه رو یاد گرفتیم دیگه. میدونیم که دشمنم چیکار داره میکنه. اما اون موقع نمیدونستم، کم میدونستم. بله اون موقع، میدونستم، یعنی اون موقع بعد از انقلاب بود، من برای این رفته بودم مثلا. بعد که رفته بودم، من ناصر ترکانو من فرستادم کردستان، حتی پول نداشتیم، من چک نوشتم 3 ماهه از این حاجری آقای شفیعی تو بازار که پدر زن برادر زن منم هست، پول قرض گرفتم دادم به ناصر ترکان، رفت. آقای شهید ناصر ترکان که برادر همین آقای مهندس ترکان خودمونه. بعد اونجا با اسم کنگرون، نه با اسم غیره، میرفتم اونجا سر بهش میزدم، بهش میگفتم چی کار کرده چی کار نکرده، بهش خط میزدم، میومدم، من پول قرض میگرفتم میدادم برای نیروهایی که میفرستدم ترک من صحرا. درسته. خب حالا برگردیم سر اون ماجرای اول انقلاب. خب فرمودید که در واقع رفتید تو منطقه و شناساییاتون رو کردید و با آقای آصفی هم وصل شدید، آقای آصفی حزب الدعوه، و به جنبندی رسیدید که شرایط به چه صورتی که مجهزشون کردید، تسلیحشون کردید تا اونجا که بله اونا همه امکانات در اختیارشون گذاشتیم، پول در اختیارشون گذاشتیم خیلی زیاد. با مجموعه آقای حکیم اینا هم کار میکردی؟ بله. آقای حکیم، شهید حکیم، سب پیش من بود تو حواس، هم خوراکش و امکاناتش و پولش و همه چی دست من بود، یعنی همه عراقی پولاشون دست من بود، من میدادم. بعد هنوز سپاه بدری درست نشده بود؟ نه، سالها بعده. نه، جنگ هم شروع نشده بود هنوز. بله. بعد اینجا که ابو حیدری هست، خیلی خدا حفظش کنه، که خیلی ابن رفته پیر شده دیگه، این زنش ایرانیه، بچه بصره است و 4 تا 5 تا برادر داشته، به خاطر این همه اونا رو صدام میکشه، همه رو. خیلی دلخراش با این بر. بعد این یکی از نیروهای بود که
یعنی مثل من فکر میکرد دیگه، مثلا اینجوری به شما بگم، نه حزب دعوی بود نه مدرسه‌ای بود، نه اول حزب دعوی بود ولی به خاطر همین روشن فکر از مجاهدین روشن فکر بود. مثلا به آقای حکیم میگفت شما رفتی آمریکا، حالا اومدی، خب نه از اعضای بالای حزب دعوی بودن، خب شما بگید کنگره یک گزارش بدید. گفتم چی گفت؟ گفت میگه من مرجع تقلیدم، مرجع تقلید به کسی گزارش نمیده، خودم تشخیص میدم اجرا میکنم. و در فقه جعفری مرجع تقلید دیدی شما مصاحبه بکنه؟ من چی دیدم؟ یه مرجع تقلید چه آقا برجدیش بگی، چه سیستانی بگی، چه سانعیش بگی، مثلا رسانه که مصاحبه میکنه، اما مصاحبه که به عنوان مرجع تقلید نه، نمیدونم نه. خب امام خمینی که میکرد؟ آقای خمینی هم نمیکرد بابا، تو پاریس نه مصاحبه داره، فقط همین. تو ایران هم میاد به خانم اوریانا فالاچی صحبت میکنه، بعدش هم دیدنش میکنه. دیگه مصاحبه نمیکنه دیگه. اون موقع به خاطر پیروزی بود، همه دست به هم کاری میزدن، ولی قبل از قدرت بود. آره، ولی دیگه مرجع تقلید که مصاحبه نمیکنه. بعد نمصابه نکنه، یعنی حساب پس نمیده، این حرفش حساب پس نمیده. بعد بید حساب پس بده، آقا بنده اینقدر این ماه به ما سهم امام دادن، ما اینقدر خرج طلبه کجا کردیم، اینقدر زده این تعداد طلبه، نه این چیزات حساب مالیش، حساب پس نمیده، متوجه شده، حساب پس نمیده. بعد بهش میگه آقا شما که اینجوری هستیم چرا فلان جوری، چرا اونجوری، یعنی این حساب پسیدن. ابو حیدر گفتش که به آقای ابو حیدر اومد، گفتم ابو حیدر بلند میشی؟ این من اومدم آلمان به خاطر همین موضوع، رفتم تاکی واکی خریدم بدون مرکز، بسیمای تاکی واکی بدون مرکز، که از اون باید رودخانه با این باید رودخانه بتونه حرف بزن، از آلمان اووردم، یکیش دست ما بود یکیش هم دست اون بود، که با من چیکار بکنه؟ گفتم شما برو کل منطقه رو آدم بذار که ببینی که نیروی ارتشی، نظامی، خارجی، غیر عرب، بعثی ها با دوربینی چیزی اینجاها نمیان. رفت اونجا مستقر شد، اندر قریب تو یک ماهی هم نکشید اومد، نگفت عراق میخواد حمله کنه، که اون گفت به ما گفتن، این خودش هم ندیده بود، افرادی که دیدن تو منطقه بصره گفتن که یه تیمی بودن بعثی ها باهاشون بودن، کله گنده بعثی ها بودن، همه نظامی و چند نفرم همه معلوم بود که نظامی، همه بور بودن، قد بلند و بور، زاغ و بور بودن، نه عرب بودن، نه ایرانی بودن، نه چی بودن، مثل روسا بودن مثلا. بله، روسا بودن. آره. بعد اینا داشتن مثلا زمین رو میدیدن، اونجور میکردن، فیلم میگرفتن، نمی چیکار میکردن، بله ما فهمیدیم که بخواد جنگ میشه، یعنی از این بهتر در مشاوره پیمان ورشوی داشتن. آره، اینا اومدن اونجا زمینشون میدیدن دیگه، میدونی که عملیات نظامی بله اول زمین دشمن رو باید ببینی و زمین خودت در کجای زمین قرار داری. این مال چه ماهیه؟ مال فروردین. فروردین 58؟ آره. یعنی سه ماه بعد از انقلاب. آره هم ماه. و بمبگذاری ما که شروع شد؟ حالا گوش بده، اینا بمبگذاریه که شروع شد. گفتم خیلی خوب، من اونجا بمبگذاری اونا. آره، من اونجا امکانات که من داشتم هیچ، نه سپاه داشت، نه کمیته داشت، نه هیچ. من شهید بیشتی من حمایت میکنم، گفتم پول میفرستم. بعد من معرفت که بزرد بازرگانی، بعد من یه تشکیلات درست کردم فوری ها،
تشکیلات نوار مرزی خوزستان از پاسگاه فکه تا تنگه دو، این دهات‌های مرزنشین رو، خب اینا رو تو دهات ها مؤمنان خیلی متدینین عربا رو کیش که فارسی بلد نیست، اینا رو همه رو شناسایی کردم. کی شناسایی کرد؟ توسط مرکز الخطبا من درست کردم، فکر من بود. مرکز الخطبا روحانیون، معمولا اونجا روحانیون روزه میخونن، خطیبن بهشون میگن. مرکز الخطبا یه چیزی هم دارن میزن مشخص که این روزه خونه. بعد اومدیم دیدیم که نمیشه، ما اینقدر آخونده عرب هم نداریم. من توسط رفقا خودم از لبنان شید یعنی 30 آخوند عرب آوردم از لبنان. من با اون پولایی که داشتم تریلی تریلی برنج، روغن، آرد، لپه، عدس، ماش، شکر، چای، قند، همه اینا را تهران می آوردم. 50 تن من آوردم خالی کردم اول یه بارش. 50 تن 3 تا تریلی میشه. آوردم گفتم اینجا باشه، هر کدومی که اینو تایید کردن اینجا میذید توی گونی مالی یه ماشو بهشون میدیم، بیشتر آرد مصرف میکردیم بهشون میدیم، این مالی اینا بهشون بده اینا. بعد گفتم جوانهای مؤمن رو شناسایی کن، با آشای مؤمن و عرب غیرتی شناسایی کردم. گفتم برای چی بودم سم؟ بعد ما اومدیم این محسن رضایی یه حکم من داد که برای تشکیل سپاه مرزی ما اومدیم سپاه مرزی تشکیل دادیم. خب ما میشه شمخانی، از امکانات از شمخانی میگرفتیم اسلحه. خب حکم که داشتیم محسن رضایی که اون موقع هنوز فرمانده سپاه نبود، معاون اطلاعات بود. ای والله گوش کردی؟ نبود. بعد چون که ما مخالف بنی صدر بودیم، اینا هم اینجوری بود، مرتضی رضایی هم اونوری بود. حالا بعد اینا به ما نوشت و بعد یه دفعه هم نوشت که من توی جلسه اطلاع تحقیقات سپاه منطقه هم شرکت کنم که من نکردم. بعد من رفتم اینجا، اینا اول اومدم سپاه گفتم که اینا نمیذاشتن، اومدم میشه آقای خامنه، آقای خامنه من دهون در سپاه براش توضیح دادم. آقای خامنه گفت حالا چه کار کنم؟ گفتم که منو معرفی کن به فرمانده سپاه که منو بپذیره، حرف منو بپذیره، بپذیره من کمکشون کنم. داستان اینه، من بگنه منم مثل همه میتونستم برم خط نوردونه بگیرم برم بالا، من دلم طاقت نمیاره که من بشینم یه جایی پشت میز یه مسئولیتی داشته باشم بیان سرزمین بگیر. حالا گفت باش، من این نامه نوشت برای آقای چیز همین فرمانده سپاه کی بود اولیش؟ ابو شریف؟ تحلیلم میکنه آن فرمانده سپاه منصوری دکتر منصوری فعلی. آره سنار. حالا من میگم چرا سنار منصوری رو یادآوری کن. بعد من اومدم مشکلات رو برای آقای خامنه گفتم. آقای خامنه اوائل همین فرمانده نمایندگی امام در سپاه بود، امام جمعه تهران. بعد مرتب میفتیم خونه شون و اینا، روابطمون اینجوری بود. دیدیم که ایشون حرف منو تایید میکرد، یعنی با توجه به این استعداد خودش و ارتباطاتش و بالاخره سپاه بود و ارتش و اینا، اینا همه مخالف نظر من داشتن دیگه. گفتم آقا جون داستان اینه، ما هیچ نیروی نداریم، ارتشی نداریم، سپاهی نداریم و عراقی‌ها دارن با ما یک جنگ مکانیزه همچین شیشتون میخوان را بندازن با کمک روسا.
ایشون حرف من قبول کرد. یه نامه نوشت. ما هم رو صداقتی که داشتیم گفتیم خواهی نامه نوشته به آقای منصوری دیگه، ما از هیچ کپی نگرفتیم. خب تو نامه مثلا خب تایید کرد و اینا معرفی شدم. بعد اصلا این منصوری موقعی ما رفتم پیشش نامه رو نخوند. گفتم این نامه است که از طرف آقای خامنه‌ای آوردم خدمتتون. اصلا نامه رو اینجوری گرفت اصلا نخون که، اینجوری پرتش کرد. هم بی احترامی به من شد هم به آقای خامنه‌ای، پرتش کرد اونجا. چرا؟ چرا میگم؟ خیلی ادعا داشت اون موقع، خیلی ادعا داشت و زندان بوده و مثلا کسی مثلا حالا شدم شده فرمانده سپاه. و اومدم پیش آقای خامنه‌ای مجدداً، گفتم داستان اینجوری شد. گفت نه آقای خامنه‌ای خیلی بود. گفت من نماینده امامم سپاه، یعنی بالاتر از فرمانده سپاه هستم، فرمانده کل قوا امام خمینیه، من نماینده اونم. این ها حرف من گفتم والا این واقعیت این بود، اینجوری شد. پیرو به این نا حالا یه روز بعد، دو سه روز، سه روز محسن رضایی گفت بیا اصلا من حکم میزنم دیگه، حالا کی میتونه حالا تا به اون موقع من خلافه، یعنی من نباید حکم بزنم، حکم من برای تشکیل نوار سپاه نوار مرزی شما میفرستم اونجا. ما رفتیم اونجا، همون نیرو همون طرزی که داشتم من، یک سپاه سپاه نوار مرزی خوزستان. آقای کنگرو یه شد نگه دارید همین بحث رو. ما تو این گفتگوهامون با چند نفر از فرماندهان ارتش صحبت کردیم، حداقل با چهار نفر از کسانی که الان رده سرتیپ به بالا هستن، و اینا همشون مدعی هستن که برخلاف نظر شما ارتش چه نیروی هوایی، چه نیروی دریایی و چه نیروی زمینی تحرکات ارتش عراق رو پیش بینی کرده بود و هشدار داده بود که عراق حمله میکنه. کی پیش بینی کرده بود؟ کی؟ تاریخش مهمه. کی پیش بینی کرده بود؟ سال 58. نه کی 58؟ اینا مهمه. کی؟ خب متوجه شدم. اینجوری بعد ما هم گفتیم حالی که قرار شد که عراق بیاد اینجا بمب بذاره، ما اینجوری که نیستیم که، ما هم بمب میذاریم. گفتم که تو یه جایی من شروع کردم به سخنرانی کردن، حس میکردم که اینجا جاسوس توشون هست، تو این آدم جمعیت، حالا یکی دو ستایی هست، به هیچی نمیشه. گفتم که صدام بدونه که یه دونه بمب که بذاره 50 تا میذارم. گفتم کجا و کجا و کجا و این حرفا حساب کنیم، مثلا 500 تا بمب طلبکاره. خب و من پیام برسه به عراق. آره و من همین کار کردم. شما فرماندهی سپاه در جریان بود؟ یا تصمیم خودتون بود؟ نه در جریان بودن. یعنی آقای منصوری میدونستش؟ منصوری که نه دیگه، اون موقع من از محسن رضایی دیگه چیز میکرد. اما آقای محسن رضایی میدونست که ما داریم تو عراق بمب میذاریم؟ آره محسن رضایی اینو میدونست. چند تا بمب گذاشتیم؟ هزار تا شد؟ دو هزار تا شد؟ من هزار تا بمب، نه 999 تا، نه 1001. چطور دقیق هزار تا بمب؟ آره هزار تا، به دلیل اینکه ما از این چدناشو از پارک شرق خریدم، فاکتورش هم موجود بود اون موقع، خریدم توی چیز، توی کامیون ریختیم، گفتم هزار تا، نوشتم هزار تا بخرم، هزار تا یک کیلو و 200 گرمی و 800 گرمی. آره الان کجاها منفجر شد؟ اینا بیشتر من اونجا به افرادی که میدادم، هم میدادم هم یادشون میدادم که همه کاری بکنن، شرعاً
بهشون گفتم که اینا چون آدم متشرع بودن که اینا رو تو بازار نگذارن، تو مردم بفروش، فقط دفاتر حزب بحث، اونا که مردم رو شکنجه میدن همه تو حزب بحث. طبیعتاً استانهای شیعه دیگه، چون جاهای دیگه راه نداشتن. بله؟ طبیعتاً تو استانهای شیعه. نه، همه استانها میرفتن، یعنی حتی مثلا تا تکریت و اینها میرفتن. آره، تا استان بابل هم میرفتن، نیرو داشتن. همین مجاهدین فعلی عراق که مسئولین عراق هستن، اونا دایره نفوذشون بیشتر تو مناطق شیعه بود. بله، نفوذی بیشتری داشتن در مناطق شیعه نشین. ولی در منم مثل بغداد هم بود دیگه، کاظمین هم بود. پس صدام بی خودم متهمشون نمیکرد که اینا در واقع عامل ایران هستن. بودن دیگه، عامل ایران بودن دیگه، بمب هم میذاشتن. بله، اون اگر که ببینید، اون اگر که نببینید آتش رو، اون شروع کرد ما ادامه دادیم، آتش با آتش خاموش میشه. اما نکرد آقای کنگرلو، آتش خاموش نکرد. چرا؟ خب عراق به ایران حمله کرد. صدام یه کسی بود که حرف میزد غیر ممکنی که همه روش حساب میکردن، همه عربا روش حساب میکردن. صدام اومد با قدرت تمام اومد خودش این تناب توپ به سمت ایران رو کشید، با توپ ایرانی میزد، با توپ. بله، با ملک حسین اومده بودن اون رو کشید. خب ببین، یه همچی آدمی رو ما چه کارش کردیم؟ یه خورده بیایم جلوتر. شما کی تشریف بردید نخست وزیری؟ من سال 61. سال 61 تشریف بردید اونجا و در واقع با آقای تهرانی همکار شدین؟ نه، تهرانی نبود، تهرانی رقیب ما بود. میدونم مجموعه معاونت اطلاعات ببخش معاونت اطلاعات نخست وزیری. بله، شون معاون امنیتی نخست وزیر بود. بله، من مشاور اطلاعات و امنیت نخست وزیر. آقای حجاریان چه کاره بود؟ معاون آقای تهرانی بود. حجاریان با تهرانی بود، حالا دقیق سمت این معاونش دفتر ایشون موازی کاری نبودش؟ یه معاونت اطلاعات عملیات داشت، یه معاونت اطلاعات داشته باشیم، یه مشاور امنیتی داشته باشیم. ببین، اونا کارشون جدا بود، من کارم جدا بود. به دلایل، حالا اون مهندس خودش، من معرفی کرده بودن به اصطلاح همین سید مهدی هاشمی که اعدام شد، بشم یکی از اعضای شورای فرماندهی سپاه در واحد نهضت ها. تا اون موقع اون فرماندهش بود. آره، بعد اون موقع سید مهدی هاشمی حرف اول میزد تو سپاه. همین محسن رضایی را هم ایشون برد پیش امام. همه این آقایون سید مهدی رو میشناختن، خیلی همش احترام میذاشتن. برد پیش امام چیکار کرد؟ معرفیش کرد؟ معرفیش کرد. حالا اون که نمیگه اینا رو، که اون چیزی دیگه میگه و دروغ میگه. اتفاقا بنده دفتر امام بودم، من سید مهدی رو دیدم همونجا، گفت من محسن رضایی هم بود، گفت من اومدم محسن رضایی رو به امام معرفی کردم اینجا. درست، فرمودید که شما رو آقای سید مهدی هاشمی معرفی کرد. من اومدم برای این واحد نهضت. من اومدم پیش مهندس میر حسین موسوی که ازش مشورت بگیرم. ایشون گفت بیا همینجا پیش من، من یه نفر بنشیم لازم دارم که مشاور امنیتی و اطلاعاتی من بشه. گفتم که من رسی اگه من بیام فکر میکنین کی مخالفت میکنه؟ و محسن رضایی. محسن رضایی، ما تو سپاه به عنوان بچه های فجر معروف بودیم، بچه های فجر، از داود کریمی بگیر و خیلی شهید داود کریمی. بله، که فرمانده سپاه تهران بود. بله، بعد نیروهای ما خیلی قدر بودن، واقعا قدر بودن، یعنی اصلا محسن رضایی واقعا به انگشتی نه، یه انگشتشون نمیرسید از جهت فرماندهی. طیف پادگان ولی اصریا بودن، درسته؟
این دوستان شما؟ نه، پادگان چیز بودیم ما، اداره گذرنامه هست اینجا. آها بله، ما اینجا دستمون بود با آقای شهید محمد منتظری. شهید محمد منتظری بله اینجا بودیم و همه امکانات هم دست ما بود دیگه، همه بچه های فجر اینجا بودن، آموزش میدیم، خیلی از همه ما چیزتر بودیم. به همین دلیل از طرف شهید بهشتی من و محمد منتظری، شهید محمد منتظری، معرفی شدیم برای تشکیل دهنده سپاه. سپاه انقلاب اسلامی رو ما تشکیل دادیم در واقع، اون دیگه هیچ او حکم نداشتن. بله بله، فرمودید که آقای مهندس موسوی گفتن که آقای رضایی مخالف هستن، چرا با فجری‌ها مشکل داشتن؟ آره این ایشون اینجوری بود دیگه، ببین ماها رو رقیب خودشون میدونستن و یک شخصیت مثل حاج داوود کریمی، اصلا حاج داوود اصلا قابل مقایسه با همسن نبودن. همینطور شما از حجاریان بپرس که حاج داوود کریمی کیه؟ بچه محلش هم بود دیگه. آره مخبت میگه تو این عملیات های منافقین حاج داوود نوید نبود که کار تمام بود، نمیتونست کسی جمع کنه. حاج داوود که اومد تونست خودش، اولا کشتیگیر بود، بدنش یعنی تسمه بود، قوی بود، قهرمان استان تهران بود، بعد روی قرآن و نهج البلاغه خیلی کار کرده بود، یعنی سوادش داشت که چهار تا آیه بخونه تفسیر بکنه. من یه بار شنیدم از آقای حجاریان میگفت ما اومدیم اینو یارگیری کنیم، دیدیم اون داره ما رو یارگیری میکنه. قبل از انقلاب دیدیم اون داره ما رو عضوگیری میکنه. آره. تراشکار بود، طیف کارگری و آره. آدم خلاق گوشگری یا هم شده. بعد ایشون خیلی هم زود با بنی صدر بهت مشکل خورد. آره دیگه، ایشون سریع تحلیل میکرد اینا، خلاصه همه کاراش هم با من بود یعنی در واقع. بعد در یه جایی حرفش توجه نکردن و خوردن بهش. بایدم آجا بود امام رو من خصلتش میدونم، چون که چند سال ما میدونستیم که باور کن میدونستیم که این دفعه امام بخواد اعلامی بده راجع به این موضوع حرف بزنه، شرط بندی میکنه با این بچه های چاپ میکردن بودم راجع به این موضوع می بچه میخنده. ما یعنی انقدر دیگه به قول گفتنی ذوب شده بودیم تو این حرفا که الان این اتفاق افتاده امام رو چه این که فهمید حاج داوود یه جاشی شو سر قضای منتظریه. شما تو سپاه امام خمینی یه حالتی داره اصلا نمیخواد کسی از خودش انقلابی تر و این حرفا باشه، اخلاقش اینجوریه. خب یعنی این پوسکنده و سری بدون تعارف دارم تحلیل میکنم که اون موقع ما اینجوری هم بودیم، تعصب آنچنانی نداشت، هرچند که ما خیلی متعصب بودیم. گفتم که بالاخره محسن رضایی از طرف آقای خمینی انتخاب شده حکم داره، اگر باش مخالفت بکنی امام خمینی اینا میرن میشه آقای خمینی، امام خمینی دور بعد رو باید همین انتخاب بکنه. این یه نامه مینویسه آره مثلا اینجوری علیه شماها، امام محسن رضایی رو ول نمیکنه شما رو بچسبه مگر اینکه شما آماده هم مرتب بیاید پیش چیز از احمد آقا. بعدم من میدونستم همون قبل از انقلاب میدونستم که بیت امام با بیت آقای منتظری اختلاف داره، قبل از انقلاب میدونستم آسد هادی با آسد احمد مشکل دارن، چون که آسد هادی یا آدمای اصولی معتقد با تقوا از اون ور سید احمد خمینی یه آدم فوتبالیست
رفیق باز ریشم به تمی تارشید اصلا کاری با آخون نداشتن قیافهش با آخون نمیخورد هیچ باورش هم نمیشد که یه زمان اینجوری بشه تا دیدن در مامخانه پیروز میشه بل که رفت نجف رفت نجف و اومد همه انقلاب در سون بود خلاصه بدون تعارف دارم میگم دیدگاهی که محمد منتظری داشت دیدگاهی بود که ما آرزو داشتیم اما ذوب در قذافی بود نه ذوب در قذافی نبود چرا بود دیگه نه حالا امکان داره با اون بود ولی ایشون میگفتش که با جلالدین فارسی هم همینجوری بود اونا همطور بود آره بعد میگفتن که این چای نفت اینا امتی فکر میکردن نه ملتی قبول اما از یه طرف مثلا در مقابل کسی مثل امام موسی صدر کینه شدید در مقابل چمران کینه شدید دقیقاً ببینید اینا خب من خیلی توی مایه ها رفتم در آوردم همه را اینا نیروهایی بودن که اصلا انقلاب رو به سمت امت اسلام هدایت میکردن بله معتقد بودن امت اسلامیه ما باید امت اسلامی نباید به عنوان ایران باشه ما مثلا میگفت یه نفر از مراکش این قبل از انقلاب بودیم یه نفر از مراکش اومده بود هم تهران بعد اینا همه بودن منزل همه آقای وحید دستشردی یه خونه تازه ساز بوده من هم دستن در کاری کاراشون بودم و همه اکثرا کار دست من بود اینا کاری نمیدید اینا فقط تکرار مطرح میکردن بعد یه نفر از مراکش اومده بود خیلی آدم خوشفکری بود شیخ اومد میگه از من اصلا قدرت داشتم اینو معرفی میکردم برای نخست وزیری ایران بوشهری ببین میگفت اون که از مراکش اومده آها این اومده بود جلسات بودش با خودمون برده میشد لعه مرز رو رد کرد میشدم و خود جلال الدین فارسی میگفتش که نفت مال همه مسلمان هست نفت ایران مال همه کشور مسلمان همه کشور مسلمان نه ایناشو ببینید میفهمم اما نه مثلا آقای منتظری چیزی استراتژیکه یعنی یک نیروی انقلابی و مبارز امتی فکر کردن با یک کسی که ملتی فکر بکنه خیلی تفاوتش حالا ببینید من در تو امتی ملتی بحث نمی کنم گرچه آقای چمران هم ملتی خیلی فکر نمی کرده تو لبنان می رفته می جنگیده جاهای دیگه بوده اما به لحاظ روشی آقای منتظری می خواسته که هواپیمای آقای جلود بشینه در ایران هواپیما رو آقای طباطبایی در واقع همون فامیل امام صادق اجازه نمیده به عنوان معاون سیاسی در واقع بیاد دفعه بعدی میره فرودگاه مهرآباد رو میگیره هواپیما رو میشونه توی هواپیمای آقای جلود رو میشونه روی زمین این که آدم بره توی رفتاری بره فرودگاه بگیره ما انقلاب ما دو جا ضربه خورد یکی اختلاف زندان نیروهای زندان در اوین یکی هم نیروهایی که در لبنان بود ببین آقای جلال الدین فارسی اومد با یه چهره نویسنده انقلاب تکاملیه اون کتاب اصلا یکی از اصولای انقلاب هست کتاب اصلی انقلابه اصلاً بله خب که اصلا قابل مقایسه نیست کتابش با حکومت اسلامی ولایت فقیه این ایشون همین مهمتره به لحاظ انقلابی مهمتره آره ایول بعد ایشون تعریف میکرد خیلی هم بودن یه جمع خصوصی هم بود میگفت ما لبنان بودیم اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد معلم بود دیگه رفیق رجایی و اینا بودن خانه دارم رفت رفت این لبنان موقع یه روز ما نشسته بودیم دیدیم همینجوری از فرودگاه اومدن یه آقایی با یه خانومی با دوتا بچه اونی که خود شمران اون دعوت کرده بود که چمران میگه چیز دعوت نکرده بود چمران میگه جلال الدین فارسی دعوت نکرده بود نه این گونه میگفته میشه من از خودش شنیدم خب خودشان زنده است خودش شنیدم گفتش که ایشون اومده بود لبنان یه درس اونجا خونده بود آمریکا دیگه نمیخواست اونجا بمونه اومده بود اینجا یه بررسی بکنه میشه اینجا همینجا بمونه
تو لبنان. خب خیلی ها بودن لبنان اون موقع دوست داشتن. همه چیش خوب بود دیگه. بعد اومد حتی یه درسی که خونده بود که استاد دانشگاه شده بود اونم تو فیزیک پلاسما، ضمن اینکه وقتی هم که اومد به لبنان، یعنی کنز اومد لبنان، یعنی به عنوان یک شخص انقلابی تو لبنان توی آمریکا که بودش جز ستونهای انجمن اسلامی هم بود. آقای کامران رو هم برادرش میشناسم، هم مادرش میشناسم، هم بچه هم کوچه سرپولک بود. من مادرش دیدم. حالا اینکه چیز نمیشه، عیب طرف نمیشه که. نه عیب نداشت، اصلا نمیدونستم اینو این مادر کامرانه. خب بشتری حالا داستانی دارم نمیخوام بگم. خب بگین اگه میخوای بگین. نه ربطی به چیز خب. شخصیتی این موضوع بله درس خونده بود جزو بنیانگذاره انجمن اسلامی دانشگاه تهران بود، جزو انجمن اسلامی آمریکا بود. انجمن اسلامی ببین من هیچ چیزی ندارم، من اون چیزی که من شنیدم میگم بله. من شنیدم که ایشون آمریکا درس خونده و مذهبی هم نبوده. حالا جلال میگفت ایشون با زنش اومد، زنش میگفت واسه این رکابی داشت، یه شلوار لی قد بلند دراز با یه شلوار لی با موهای فلان اومد بوده، گفتن این زنشی با چمران. میگفت یه مدتی بود اونجا خالصه نه؟ بعد تا زنش رفت با دوتا بچهش، گفت من اینجا نمیمونم، رفت. اینم همونجا ازدواج کرد، همونجا موند. ببین این یعنی مثلا بنیانگذار عمل نبوده، بنیانگذار چیز اون تشکیلات نظامی عمل چی بودش؟ حالا اون تشکیلات نظامی عمل نبوده جمعش عمل چمران. من ببین حالا من تو از قول جلالدین فارسی میگی، حالا گوش بده. این جلالدین فارسی اینجوری میگفت، حالا من توی اتاق جنگ اهواز و آبادان و اینا که بودم، من یه شب دیدم که این چمران، حالا بالاخره این چمرانی که میگم گروه چمران، گروه چمران چیدی که نم فلانه، اصلا همه تر اصلا اینجوری نبود. بنده اگر یک بار مثلا میگه بچه های کنگرلو چنان تو دهنشون نداره، نه که فیزیکی، بچه کنگرلو، ما یه ارتش داریم، یه سپاه داریم، بچه کدومه؟ ما جمهوری اسلامی نه پرچم، گروه خلخالی، گروه فدایان اسلام، گروه نمیدونم ابو شریف، گروه بابا ابو نم فلان حرفا، گروه ابو حنیف نم فلان حرفا چیه؟ گروه چمران. من نذاشتم اونجا، من اونجا بودم، یکی از کار من همین بود. بعد این نگفتش که آقا راست میگه، چرا میگه گروه چمران؟ خب حالا برگردیم، چون اتاق جنگ فرمودید که اینا اهل جنگ نبودن. آره نه بعد نه اهل جنگ، یعنی که جنگو نمیفهمیدن. نمیفهمیدن دیگه، نه این منم نمیفهمیدم، امن گنترش هم نمیفهمید. بعد اینا میومدن من پشت سر اینا بودم که اینا چی میگن، منم که نمیشناختم. خب نمیدونستم، من یه آدم هم گیره الاف، من دیدم که اینا چیزی نمیدونم و واقعا نمیدونستم. اینا به خاطر معرفی، به خاطر مثلا یه آیت الله معرفی این بود، یه آیت الله معرفی اون، همین رحیم صبری و چای صف. بله ایشون خلبان هلیکوپتر بود، یعنی تو ارتش بود، ارتشی بود، جایم نمیخواد بگه. خب به همین دلیلم که یه بمب تو یه هلیکوپتر تو هوایی روز اسلام منفجر کرد. خب آدم شجاعی هم هست، اون داداشش هم که بیشتر با ما کار میکرد، چی اسمش؟ کومد؟ آدم رو. خب بعد اینو چیزی نمیدونستن، کسی که هیچ چیه راجبه، فقط اینا اسلحه رو ما نمیدونستیم شناسایی کنیم، اصل گلنگدن کجا، ما کلت بلد دیدیم فوقش، مردم هم همینجور، همه هم همینجور. سپاهی بود، جز یسه چیز دیگه ندیده بود که آرویجی، نفره، اینا نمیدونستن، اینا فقط میدونستن.
اینکه نقشه کشی جنگی و طرح جنگ چریکی که نمیدونم چی کشته این حرفا نبود که اصلا جنگ چریکی اونجا اصلا جواب نمیداد چریکی کدومه جنگ چریکی کدومه اینا نیست همچین چیزی بیا خود برگردیم از این ماجرا ما همش نگران وقت هستم عرض شود حضور شما که شما شدین مشاور امنیتی آقای مهندس موسوی و از اون طرف همون تشکیلات موازی هم بود که آقای تهرانی بودند و آقای حجاریان بودند آقای آشنای ما رو آقای حسام الدین آشنا همونجا شما در واقع دعوت کردین به کار حسام الدین آشنا ایشون توسط همون حسین چیز چون شما قبلش که دادستانی بود یعنی با شهید لاجوردی بود من معرفیش کردم همون نیروی که روزم ما فرستادیم جاسوسی بکنه حسین خداوردی حسین خداوردی هم مدو توی مثلا چیز تو آموزش پرورش این به اصطلاح جز یکی از این شاگردای حسین خداوردی بود تو مدرسه مدرس آره آفرین اونجا بود بعد حسین جز تشکیلات ما بود نیروها رو چند تا نیروی خوب به درد بخور که دوست دارن و به درد بخورن معرفی کرد یکیش همین آشنا بود کهشون ما تو هم ساختمون فجر و فعالیت و این ور اون ور دیگه معرفیش کردیم دادستانی و نیروی شهید لاجوردی بود و بعدش هم دیگه تون خصف وزیرم که شما رفتین دوباره خواستینش و در واقع کار کردین یه ذره بریم جلوتر از این ماجرات آقای رضایی چگونه مخالفت کردش با حضور بچه های فجر تون خصف وزیری و جاهای دیگه آقای خلاصه بگین لطفا که برسیم ببینید محسن رضایی فرمانده سپاه شده بود آره دیگه خب جنگ هم بود فرمانده سپاه شده بود بچه های فجر که مرتضی کربلایی جعفر سعید صمد گوهریان اینا دو تا آدم هستن که بی هیچ وجه حاشیه ندارن برعکس مثلا احمد شجاعی و اکبر خوشکوک و نمیدونم اینا داود کریمی و اینا بچه من که بودن تیم نه همه شما گزینش کرده بودین؟ اینا بچه فجر دیگه بشته دیگه آیه خوشکوش هم بچه فجر بوده؟ کی؟ آیه خوشکوش که الان گفتین آره اینا همه بچه فجر بوده آره اینا همه بچه های داود کریمی بودن توسط داود کریمی اومد بودن جالبه بچه های نازی آباد بودن بعد اینا آدم های یعنی کسی از اینا گردن کلوفتر تو سپاه نبود کسی اون موقع یارو هیکل اینا رو میدید میترسید سیویل گذاشتم تا اینجا کله تراشیده این همون بچه حزب الله بودن برای عملیات یعنی یه مشتم میزدن به اینا میمرد یارو خب متوجه شدم بعد چطور شد؟ محسن رضایی با اینا یعنی اینا رو میخواست از سپاه خارج کنه و کرد همین صمد گوهریان از سپاه خارج کرد هم مرتضی رو خارج کرد هم داود کریمی و امثال اینا رو بعد مرتضی اومد پارچین آره صنایع دفاع آره مثلا تو جبهه میگفتن اینا جز مجاهدینی ها یعنی صمد میگفتن مجاهدینی ها بعد اینا گریهشون میگرفت در حد خیلی بالا بودن گفتم که تو بذارت دفاع کارهایی که کرد باید وقت بذاری باشه عرض شود که یک کمی بریم جلوتر دوباره برمیگردیم توی در واقع یک مقطع مهمی از در واقع تحولات ایران مشکل خرید سلاح پیدا میکنه سلاح رو کی میخرید تو ایران یعنی قاعدتا قبل از انقلاب کار معاونت وزارت دفاع بود کار آقای طوفانیان بود بعد از انقلاب ما سلاح کم داشتیم کجا خرید میکرد؟ وزارت دفاع خرید میکرد؟ سپاه خرید میکرد؟ نخست وزیری خرید میکرد؟ سلاح ببینید
یه سلاح‌های عمومیه که GSA که خودمون تولید بکنیم و یه چیزی کوچیک دستیه. نه منظور من موشک و اینجور چیزه هست. بله. قطعات تانک و قطعات F-14 و فانتوم و اینا رو هیچ جای دنیا و هیچ کسی قدرت خرید اینا رو نداشته و نداره. خب ما چیکار میکردیم؟ با توجه به اینکه عراق داشت میومد جلو 13-14 تا شهر رو 14 تا شهر رو گرفته بود؟ ما رو گرفته بود 2000 تا تانک T-72 داشت؟ بله T-72 اصلا چیز عجیب قریبیه هیچی بهش اثر نمی کنه جز تاف. بعد اینا اومده بودن جلو فقط تاف بود و ما هیچی نداشتیم. ما دیدیم تنها راهش اینه که به اصطلاح ما بریم تاو تهیه بکنیم. چرا شما که مشاور امنیتی نخست وزیر بودین چرا وزارت دفاع نه؟ حالا عرض میکنم. چرا وزارت سپاه نه؟ آره حالا عرض میکنم. ببینید چون که ما عوامل ما ببین عوامل های خیلی قوی و گردن کلفتی بودن. منظورتون از عوامل کیه؟ جاسوس. حالا یه وقت منی شما که آخر واحد جاسوسی نداشتین، معاونت آقای حجرین ها داشتن؟ نه اونا اگه داشتن در حد کافی نبوده. خب اینا رو متوجه میشم. اینا کار جمع آوری اطلاعات شما بود. این چه دخلی داره به خرید تجهیزات نظامی؟ حالا گوش بده. حالا خرید تشکیلات نظامی ما کارمون خرید نبود. ما خرید نمیکردیم که ما عواملی که گردنبندی که داشتیم خب اون عوامل خیلی امکانات بود برای ما. ضمن اینی که اونو دو سرم میدونستیم مثلا. مثل آقای قربانی فر. مثلا. خب بعد اینا میومدن مثلا راههایی رو میگفتن یا ما چیزایی پیشنهاد میکردیم. بالاخره به قول یارو میگفت منبعداری هم مثل دامادداریه. خیلی وقت یهو میری همه چی به هم بخوره. اونا مثلا یه دنبال ببین ما فرصت طلبی میکردیم در دنیا. یکی از حربه های جنگی و مبارزاتیه هر کشوری چیه؟ سیاست یا قدیما میگفتن هیله یا خدعه ایناست. و ما دیدیم که هیچ راهی نداره. گفتم خیلی خوب الان براشون آمریکایی‌ها مهم بود. 5-6 ماه دیگه می‌خواستن انتخابات انجام بدن. 2% کم دارن. با این 2% میتونن یه حرکتی بکنن برنده بشن. از فرصت استفاده میکرد. آره ما هم میگفتیم خیلی خوب. مشابه کاری بود که در واقع من نمیدونم به چه دلیلی اما ما با آقای کارتر کردیم دیگه. یعنی گروگانا رو دیر آزاد کردیم تا کارتر در واقع تو انتخابات شکست بخوره. حالا بعد ریگان برنده بشه. بله. حالا بعد ما اومدیم گفتیم خیلی خوب ما نفوذ داریم. ما اصلا نمیشستیم لبنانی ها رو اونم کیو. ما نفوذ داریم که اونا شیعه هم. ما هم شیعه هم فلانی حرفا. مرجع تقلید و این چرفایی که بی خودی. اونا هم میدونن ما هم میدونیم. بعد ما سفارش میکنیم انسان دوستیم. الیم بلیم. ما هم سفارش میکنیم. اصلا هم اونا میدونستن هم ما میدونستیم که در واقع اونا بازوی ایران بودن دیگه. خب من دارم میگم هم اونا میدونستن هم ما میدونستیم. ولی خب ما نمیتونیم بگیم که حالا سوال اینه قبل از این ماجرا در واقع در لبنان یک سری تحولاتی اتفاق میفته. قبل از اینی که در واقع فرانسوی ها بخواین که گروگان هاشون آزاد بشه که در واقع با آزاد شدن گروگان های فرانسوی من در واقع فرانسوی ها سوال زیاد دارم. قبل از اینکه گروگان های فرانسوی آزاد بشن در واقع ما با شیراک میایم معامله میکنیم و شیراک تو انتخابات برنده میشه و حالا صحبت های تو این ماجرا داشته یا آمریکایی ها باهاشون معامله میکنیم که بیان به ما امتیازاتی بدن. اصلا روزی که آقای عماد مغنیه رفت و گروگان گرفت هواپیمای TWA توش گروگان گرفت
یا اون سرهنگ رئیس ایستگاه CIA در واقع در لبنان رو بوده شد، با چه هدفی رو بوده شد؟ با همین هدف رو بوده شد که ما بعداً از اونها امتیاز بگیریم، باج بگیریم از آمریکایی‌ها، یا اول گرفتیم بعداً گفتیم حالا کاریش می‌کنیم. اولش که گروگان گرفتیم که فکر نمی‌کردیم آمریکایی‌ها بیان امتیاز بدن. حدس می‌زدیم؟ نه. خب پس برای چی گروگان گرفتیم؟ برای اینکه به دردمون بخوره. برای اینکه دشمنه، در حال جنگ با ماست. و اینم به شما بگم درسته فرانسه چه دشمنی با ما داشت؟ خب عراق اسلحه میداد. ببین درسته که ببین حقیقت موضوعش اینه. اونها یک گروهی هستن. اونها مثل یک ایالت ما هستن، مثل یک استان ما هستن. در تاش حزب الله صحبت میکنه. آره. بعد اونها در یه موقعیتی هستن که میتونن مثلا گروگان بگیرن. خب ولی ما نمیتونیم بگیریم. اونا گروگان میگیرن، خواسته دارن اونا. خواسته شون مثلا آزادیه چیه؟ یکی اونا که خواسته نداشتن، خواسته شون خواسته های ایران بود. نه اونا خواسته داشتن دیگه، مثلا زندانی داشتن تو اسرائیل. خواست. اما تو ماجرای عرشبت که آزادی فرانسوی های آزادی آمریکایی که زندانی در اسرائیل آزاد نشد که نه کلی رو دارم میگم من، یعنی در واقع جمهوری اسلامی معامله کرد. یعنی نه اونجوری نبود که دقیقاً مثلا دقیقاً میگه آقا شما برو آمریکایی‌ها رو بگیر که ما بریم این کارو بکنیم. خب بس پر چی میگرفتن؟ میگرفتن تا بعداً چی پیش بیاد؟ ببین اونا فقط عامل ما نیستن. خودشون هم یه چیزی دارن آخه اونا. اونا هم یه تشکیلاتی دارن، یه اهدافی دارن. از ما استفاده میکنن؟ نه اونا تو شورای قرارشون که همیشه سفیر ایران بود یکی از 4-5 نفر بوده دیگه تو تشکیلات حزب الله. یعنی همیشه ما یکی از 4-5 نفر اعضای کادر رهبری بودیم. همیشه هم عرشبت که دبیر کل ما تعیین کردیم. شیخ عرشبت که اون دبیر کل اولشون کی بود؟ اون رو هم ما برش داشتیم، سید عباس مصوی رو گذاشتیم. و بعد از دبیر کلی سید عباس هم ما سید حسن رو گذاشتیم. رابطهشون با ایران رابطه استقلال نبود، یا اینجوری که آقای هاشمی میگفتش ما یک دوستی های انسان دوستانه ای داریم با هم دیگه. خودمون تشکیلشون داده بودیم، آرمشون آرم سپاه بود، هست هنوزم، خودمون بهشون اسلحه میدادیم، حتی دیگه چیز پنهان نیست. حالا شما تازگی ها آقای نصرالله میگه که آقا ما پولمون از ایران میاد، امکاناتمون از ایران میاد. حالا شما میخوایی بگی اونا به خاطر این باجگیری یا مثلا به خاطر هر چی که ایران داشته میدیم. من جوابم اینه، من جوابم اینه که اونها هم یه خواسته هایی داشتن گروگان گرفتن. من اسمش کردم از شیخ صوفی توفیلی رو ما گذاشتیم، خودمونم برش داشتیم. ببین شما الان یه گروهی هست به مجاهدین انقلاب. خب هر چی که این مجاهدین انقلاب روحانی کمکش کردن، رأی آورده، الان دارن کمکش میکنن. درسته؟ متوجه شدم. اون اولی منظورم بود دیگه. اشعاری کنگرلو یک شنبه 21 شهریور ماه 1366 آقای هاشمی در خاطراتشون نوشتن که شب آقای محسن کنگرلو آمد و گزارش مذاکره با فرانسویان را داد. به توافق‌های رسیدن ولی هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. به نظر می‌رسد فرانسوی‌ها برای گرفتن امتیازات پرچانگی می‌کنند. شب از نخست وزیر مطالب مذاکره با دبیر کلا پرسیدم و مباحثی از این دست. سوال من اینه فرانسوی ها برای گرفتن امتیازات رو من متوجه نشدم. فرانسوی ها میگه غیر از گروگان ها چیز دیگه هم از ما میخواستن، چون امتیاز دیگه نباید میگرفتن، ما باید امتیاز میگرفتیم، اونا گروگان هاشون رو میخواستن. آره همینجوری، حالا شد همینجوری گفته دیگه، امتیاز میخواستن، داشتن خواهد چونه میزدن، میگه پرشانگی میکنن، امتیاز میخواستن. آخه ما در چی گفتیم که آقا اگه ما خیلی ما مشکل شما حل کنیم، چون ما گفتیم این انیس نقاشو با تیمش باید آزاد بشن بیا، که در واقع ترور آقای بختیار کرده بود. بله. بعد پول طلب کاریم 800. آها خب اینا که امتیازات ماست، اونا چه امتیازی میخواستن؟ اینا پولا رو ما بدی بعد سفارت به سفارت حل بشه، پولا اونم میخواییم و باید از همونم تشکر کنیم. بعد اینا هم میگفتن که
مثلا دست ما نیست، قوه قضاییه مستقله، قوه مستقل از حرفی که همه میزنه فلان این حرفا دست ما نیست و اینجوری و اینجوری و این حرفا. درسته. چند روز قبلش سوم شهریور 66 باز شما نوشتن که آقای عصر آقای محسن کنگرلو آمد گزارش مذاکره با نمایندگان فرانسه به نام استیفانی را داد. او با منیشهر قربانیفر به ترکیه آمده بود، روی مطالبی توافق داشتند که مطالب زیادی هست: حل مسئله سفارتخانه ها، کمک برای آزاد شدن گروگان های فرانسوی، پرداخت طلب ما، اخراج منافقین از فرانسه، دادن اسلحه به ما، محدود کردن فروش اسلحه به عراق و عادی شدن روابط. خیلی امتیازه. یعنی فرانسه به عنوان شریک نظامی و تجاری عراق حاضر شده که به عراق اسلحه کمتر بفروشه، به ما اسلحه بفروشه، طلبامونو بده، منافقین که در واقع شریک نظامی اسرائیل، شریک نظامی عراق و صدام هستند رو اخراج بکنه. چرا این همه امتیاز دست رفت؟ چرا نگرفتیم این همه امتیازو؟ چون فرانسه بکرد دقیقا اخراج ما که اسلحه بهمون ندادن، اسلحه به عراق هم که محدود نشد، عادی شدن روابط حالا نمیدونم اتفاق افتاد یا نه، منافقین هم که اخراج نشدن، طلبمونو دادن؟ طلبمونو دادن؟ آخه هیچ کدوم از این اتفاق نیفتاد. آقای هاشمی نوشته خب، ولی من مسئول بودم دیگه. من تا اونجایی که یادم میاد و هست و همه اسناد مدارکش هست، اینها درخواست ما بوده و اسلحه به ما نفروختن. بله؟ اسلحه به ما نفروختن و اسلحه عراق رو هم محدود نکردن. جالبه که این مال 3 شهریور هست، اونم که 21 شهریور. 1 مهر ماه 1366 شما فرمودید که یعنی آقای هاشمی نوشتن در خاطراتشون، آقای محسن کنگرلو مشاور نخست وزیر اطلاع داد که فرانسوی حاضر شدند تعداد 1200 موشک مالیوتکا در برنامه مبادله بگنجانه. موشک مالیوتکا میگه روسی نیست. مالیوتکا؟ آره، مالیوتکای 3. مالیوتکا همون تاوه دیگه، منتها مدل روسیش. من اول نمیدونم، الان حضور ذهن ندارم که برم. آره، آقای هاشمی گفته که 1200 موشک مالیوتکا. برای من سوال اینه که فرانسوی ها موشک مالیوتکای روسی از کجا داشتن که به ما بدن؟ اصلا بریم مالیوتکا روسیه یا فرانسویه؟ روسیه 100%؟ بله. اشتباه نوشته دیگه. مالیوتکا همون تاوه، منتها مدل روسیش. اتمام اشتباه نوشتم، یا اسم موشک رو اشتباه نوشتن یا فرانسوی ها رو در واقع جا به جا کردن. خب هر شبت حضورشون من فکر کنم اون موقع اینا میخواستن که مثلا موشکی چیزی به ما بدن و اون موشکاشون به درد ما نمیخورد. ما تاب میخواستیم که T-72 رو بزنه. درسته. هر شبت خب البته مالیوتکا T-72 رو میزد، منتها ما نداشتیم مالیوتکا. مطمئنی؟ بله. خب در واقع ما میرسیم به یک مقطعی که با آمریکایی ها رابطه برقرار میکنیم. قبل از اونش یکی از اشخاص ایرانی به اسم آقای قربانی فر واسطه میشه که ما دنبال این بریم که با آمریکایی ها صحبت بکنیم و اونها به ما یک سری تجهیزات میدن. اشتباه میکنم، آقای قربانی فر یکی از عوامل ماجرای کودتای نقاب در پایگاه شهید نوژه همدان نبوده؟ چرا؟ چطور تونست از ایران بره؟ ایشون میگه محکومیت نداشتش. فرار کرده. از ایران فرار کرد. و حالا چطور ما به کسی که به هر حال حکم اعدام داشت اعتماد کرده بودیم؟ چطور میتونستیم اعتماد بکنیم؟ همینجوری نبود که اعتمادش بکنیم، که اون به اصطلاح کارهایی کرد که اعتماد ما رو جلب کرد. مثل؟ ایشون من آوردمش ایران قبل از هر همینا، مدتی بود شاید تپش ده روزی، ده پونزه روزی بود که هر روز صبح همین بردمش دادگاه ارتش، همین آقای یونسی
رئیس دادگاه ارتش بود دیگه، رئیس دادسرای ارتش، دادسرای ارتش بود، وزیر اطلاعات بعدی دوره خاتم. تحویل من گرفت، ایشون اونجا بازجویی میشد و همه چیزاش هم راست. به چه اعتمادی اومد ایران؟ یالا اون موقع سیستم ایران اونطوری بلبشو نبود که یک جایی بگه بیا یه جای دیگه بگیرتش ببرتش؟ نه با من نبودن، یعنی من اون موقع نهادهای موازی اینقدر اینطوری نبود. نه بودن، ولی کسی با من این کارا رو نمی‌کرد. آقای من تیه کرده بودم، تیه کرده هماهنگ کرده گفتم شما میدونید که هم سپاه هم اطلاعات بودم، ببین اگر یه همچی کاری بکنم اینجا بخوایم کوچکترین مشکلی براش درست بکنید، من بدون اینکه از شما اجازه بگیرم هر کاری بکنم، من هم اقدام میکنم، من هم یک کسی جگرگاه میگیرم. میشه ما مملکتون مثل لبنان چقدر نامردی کنیم؟ شما این آقای چیز رو رفتم بهش تعهد دادن، هم تلفنی هم مدیر کل اقتصادی ما بلند شد رفت آمریکا و این فاضل خدا داد بهش کتبی نامه داد، بهش گفت، توضیح داد، این اعتماد کرد اومد بدون بیگناه بیگناه به فاضل خدا داد. من رفتم جلسه گذاشته با همین آقای سیف، گفت به من گفت آقای کنگل آقای سیف موقع مدیر کل مدیر عامل بانک صادرات. آره شما دارین قصه 123 میلیارد رو میگی. آره گفت بانک سرش کلا نمیری که ایشون به بانک بود و بانک هم اومده اینجا همه رو داده، همه رو طلبای بانک رو داد، گفت همه طلباش هم بود، یعنی اونم نمیداد اون مصادره میکردن دیگه، گفت بعد همه رو داد صاف 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 کرد. پاسوس برادر آقای رفیق دوست شد. حالا خدا میدونه دیگه. گفتم چرا؟ چون برادر آقای رفیق دوست هم حکم ابد گرفت، مطمئن باد خواهد دیدمش که زندان هم نبود. همون مردم دیگه مسجد نمیرن اینه. به خدا داره بدلی میشه. بعد بهش گفتم پس چرا این کشتنش این؟ گفتش که گفتن که راست بود. گفتن که دیگه آوروزی اگه نکشیمش. یکی بعد میسوخت. تو چطور روز قیامت؟ پس قطعاً به قیامت اعتقاد نداری؟ قطعاً؟ آقا من الان برای چی بگم؟ برای چی مثلا علکی بگم اینجوری؟ اون چیزی که شنیدم اینه. چرا به علکی حرف بزن؟ چرا دروغی بگم؟ برای چی؟ اون چیزی که من شنیدم اینو گفت. خدا میدونه دیگه چی بقیهش رو. آقای کنگرلو، آقای قربانی فر رو شما هیچ جا نگفتی، من دارم حدس میزنم. آقای احسان نراقی به شما معرفی کرد؟ نه. آقای مهدوی فر معرفی کرد؟ نه. دیگه نمیتونم حدس بزنم. میخواید بگید کی معرفی کرد؟ لازمه. برای تاریخ جالبه. ایشون یه شیخی هست. در فرانسه. اون شیخ از روحانیونی که انقلاب بودن و مبارز بودن و مثل همه روحانیون مبارزی که در لبنان رفته بودن اونجا، اینم اونجا بود و بعد انقلاب که میشه ایشون هم یکی از افرادی بودی که مطرح بوده و آخوندی بود و به نام آقای ملکی، این پسر آیت الله ملکی هم هست، با جناق همین شیرازی معاون سازمان تبلیغات که تصادف کرد کشته شد. آقای ملکی که چیز هستن که یه پسرش هم معاون وزیر خارجه بود که توی تولیت امامزاده توی تجریش رو دارن؟ امامزاده عبدالله؟ نه این ترکه. آها اونا شمرونی هم. آره این ترکه و باباش هم آیت الله و چیزی باسواد و نه مرده هست و اینجوری. این آخونده به نام آقای ملک. خب این رفته بود فرانسه از طرف وزارت بازرگانی که مرغ که میخرن حلالش کنن. آره ببینید چجوری میکشن که سر ببرن، درست سر ببرن و زپه اسمان بشه. آره
این اونجا ظاهرن اصلا پای سور میخواد الان مثلا دیدنش یه بایه خانمی ها فلان اصلا این بعدم این میدونه که الان اون موقع بره تا بخواد ثابت کنه میترسه بکشنش نمیاد آقا نمیاد که نمیاد که نمیاد اترسش و این میشه محل ارتباط با قربانی فرد اینم تو پاریس بوده دیگه بعد تو پاریس هم بالاخره یه شهر ایرانی ها همگر میشنسن اونجا آشنا میشه با همین حالا کی اینا رو معرفی میکنه من دیگه نمیدم شما چطور با آقای ملکی اعتماد کردین؟ حالا عرض میکنم بعد ملکی دنبال این بود که مثلا خدمتی بکنه به جمهوری اسلامی که اون سابقه پاکشه آره که اون سابقه پاکشه در واقع اینجوری بود و سابقه هم پاک میشه یعنی پاک شده یعنی الان هم بیاد کسی بهش کاری نداره و با اون گزارش هم که ما دادیم دیگه هست دیگه دقیقا قربانی فرم این همه این بود میخواست یه کاری بکنه که ماجرای کودتای ناجه پاکشه آره پاکشه گفته بله من محکوم به اعدام من میخوام یه کاری بکنم که آقای قربانی فرم قبل از انقلاب با اسرائیلیا کار میکرد حالا عرض میکنم بعد اینجا آقای ملکی مرتب این قربانی فر بهش توضیحاتی فلان ما این کارا رو بتونیم بکنیم اینجوری هستیم اینجوری هستم فلان 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 ملکی این رو به جلال الدین فارسی میگه چون تو لبنان با هم بودن منم حزبی نبودم ولی زیاد میرفتم پیش آقای بهشتی و اینا جلال هم منم میشناخت تو جلسات و تو اون سپاه و محمد منتظری و اینا رفیق بودیم با هم چند دفعه هم شکار رفته بودیم با هم میامد برام اینو رفیق بودیم دیگه اومد به من این موضوع رو گفت موضوع رو گفت ما اومده ببینیم صحت داره نداره چجوریه که همونجا اومدیم به اینجا کشید درسته این سوالمو تکرار میکنم آقای قربانی فر قبل از انقلاب ظاهرا این شرکت کشتیرانی داشتن آره شرکت سهامدارش اسرائیلیا بودن حالا گوش بده این آدم به این زبلی اومده چیکار کرده مدیر عامل شرکت استانلاین شده شرکت اسرائیل دست کی بوده دست سران اسرائیل و آمریکا یعنی کله گنده های رئیس جمهور اونجا و رئیس جمهور اونجا این اومدن این شرکت درست کردن بعد طرف خیلی خودی باشه که بهش این پستو بدن نه صرف دونستن زبان کافی نیست برای اینکه آدم نه اونا بلاخره زرنگه میان تحقیق میکنم زرنگه یعنی آدمی که مدیره زرنگه خیلی زرنگه و خیلی مدیره کی از ایران فراریش داد؟ وقتی که ایران بود؟ خودش فرار کرده آقای کشمیری فرارش نداد؟ نه با چون که عرشبت تو فراریش هم من میدانم چیه اما کشمیری نبود چون اگه کشمیری بود طبیعتا پرسش رو ازش میشد که کشمیری الان کجاست نه درسته و عرض شود که ولی این به شما بگم اصلا معتقده که ما بی خود با اسرائیل اون چی که هست همون نشون میده یعنی هیچ جانماز آف نمیکشه درائل هم داره بله منوشهر سوزنی هم همون بود دیگه اسم مستعارش بود آره. که در واقع نه اول فامیلشون سوزنی بوده آها بچه گذر لوتی ساله و جا خب حالا برسیم به اینکه ماجرایت اینکه امریکایی ها آمدن ایران یکی از پیچیده ترین و پرسوال ترین در واقع حوزه های تاریخی ایران هست که در واقع کلیدش به دست شما در واقع باز میشه چطور امریکایی ها آمدن ایران؟ چطور امریکا اون چطور نداره؟ چطوری نداره؟ آخه امریکایی ها که 444 روز ما گروگان گرفتیمشون اونم در شرایطی که داشته کاردار آمریکا با آقای بازرگان گفتگو میکرده در ساختمون وزارت خارجه ایران بوده
همزمان ما میریم کارمنداشو میگیریم و 444 روز نگه میداریم، خودش هم نگه میداریم، خودش که تا یک ساعت قبل داشته مذاکره میکرده. ما با آمریکا این کار کردیم و حالا این آمریکا به ما چنین اعتمادی میکنه که مشاور امنیت ملی آمریکا رو برمیداره همراه 7 نفر دیگه میفرسته ایران. اونا چه اعتمادی به ما داشتن که اومدن؟ اصلا فکر میکردین بیا؟ نه. و این وقتی اومدن شوکه شدین نه؟ بره. خب وقتی این هواپیماشون اومد چرا مثلا رو آسمان ایران نزدنش؟ منتظر این هواپیمایی بودین؟ ما شک داشتیم بیانه نه. خب نه، بالاخره یه هواپیما اومده تو مهرآباد نشسته، این هواپیما برای اینکه بیاد توی کوریدور پروازی بعد یه کدی داشته باشه، یه اعلامی بشه، بهش مجوزی بهش بدن، اونم وسط جنگ. از کجا معلوم این هواپیما عراقی نیست که داره میاد تهران؟ با این مشکلات برخورد. و با این وجود اعتماد کرد، چون ممکن بود هم عراقی‌ها بزننش هم ایرانی‌ها بزننش، به جونشون از سر راه آوردن. نه، این پرواز داشت عراق، رو عراق که نیومده بود که، از رو ترکیه اومده بود. اما چه اعتمادی بود که ایران هواپیما رو نزنه؟ گفته بود که من چیزم، من اومدم از ایرلندم اومدم. حالا از اینجا بپردازیم به این که ما تا قبل از اینکه آقای قربانی فری پیدا بشوند و ارتباط ما با آمریکا وصل بشه، سلاح بخریم از خود آمریکایی‌ها، با توجه به اینکه ارتش ما یک ارتشی بود که ساختار تجهیزاتش آمریکایی بود، این قطعات یدکی و سلاح چگونه تامین میشد؟ بله. یعنی تو قبل از اون ما قطعات موشک هاوکو از کجا می آوردیم؟ قبل از اون قطعات هاوکوهای F-14 از کجا می آوردیم؟ فانتوم رو از کجا می آوردیم؟ از بازار سیاه از کجا؟ این از اون چیزایی است که معلوم نیست اجازه من بدم که پخش بشه. خب ولی میگم الان برای تاریخ میگم باشه که ما خیلی از قطعاتمون رو که خیلی حساس بود و هیچ جای دنیا نبود نبومون میدادن، ما از پاکستانی ها میگرفتیم. پاکستان از ساختار ارتشش به ما شباهت داشت. آره. چون قبل از انقلاب هم خود نیروی هوایی ایران چند تا هواپیمای جنگنده به پاکستانی ها داده بود. آره. این یه قسمت کار بود. قسمتی دیگه که مربوط میشد به این مال قطعات هواپیماست، قسمتی دیگهش خیلی مهمتره از این موضوع چیز بود، سایت هاگ بود. سایت هاگ یعنی اول و آخرش همینه دیگه، یعنی هیچ کسی چیز هنوز نیومده که بالاتر از این باشه. این تا 40,000 پا قفل میکنه، اوتوماتیک خودش میزنه، هیچ روسیه نتونسته هنوز رو دست این بزنه فلانی حرف. ما از این 70 تا سایت داشتیم، 70 سایت، یعنی تا روزای انقلاب، یعنی چند روز من پیروزی انقلاب اینو تحویل دادن. این به گفته تیمسار ستمر، شهید ستاری، چون که ستاری رفته بود آمریکا دوره دیده بود، دوره همین هم دیده بود، تخصص شما همین سایت هایی بود و ایشون میگفت. یعنی 70 تا سایت همه جای ایران بود، همه جای ایران بود. ما اول جنگ شروع کردیم هی قطع این رو باز کن، قطع اون رو باز کن، اون رو باز کن، اون رو باز کن، چون که این قطعاتش چیز داره، یعنی مصرف داره و بنزش رو یکی دیگه بذاره. اینجوری ما هر 70 تا رو مصرف کردیم، هی قطع قطع دیگه 70 تا دیگه کار نمی که یه دونه داشتیم. یه دونه کجا بود؟ یه دونه هم جماران بود. جماران به خاطر این بود که اصلا مثل گاو سرش می دخن پایین، راحت می آدن هر کجای سرزمین ایران رو می زدن می رفتن، پارچین رو می زدن، چیزی نبود که در آقا مشکل هاک داشتیم، منتها قطعش رو نداشتیم. ببین ما سایت هاک داشتیم، موشک هاک هم داشتیم، خب ولی نمیتونستیم بزنیم، قطعاتش نداشتیم دیگه. آره. یه لامپ هست اسمش، یه چیز بزرگ لامپ بهش میگن، این خیلی استراتژیکه، اینو نداشتیم. در هر صورت چند نفر بودن دنبال این بودن، یکی آقای نمازی بود،
نیازی یا نمازی؟ نمازی، نیازی، همچنین شیعه دارم. من بچه بازار بودم. یکی آقای وزیر بود یه زمانی، اینم الان هم کنار گوش هست. اشکاز. این بود دنبال اینم چیزی به درد بخور. این آقای نمازی یا نیازی که بازاری بود کجا دنبال قطعات مشک هاک میگشت؟ تو اروپا، این بر اون بر. میگه چیزی هستش که مثلا بشه آدم تو بازار پیداش کنه. بعد شما به اون آقا بگی. ما این آقا مسئول حفاظت اطلاعات بود. حفاظت اطلاعات کجا؟ حفاظت اطلاعات نیرو زمینی فکر میکنم. نیرو زمینی ارتش؟ فکر میکنم. این تو چارچوب بزرگ به سمت چارچوب کوچیک به سمت چارچوب بزرگ که میدید هستی اونجا کشف فروشی داشت. آره خیلی هم آدمه. مثلا میگفتش که خودش میگفت، میگفت من نشون اونایی که میخواست مثلا خرید بکنم اول بگم باید مرگ بر امریکا بگید به فارسی. حالا اونا نمیدونن این جمله مثلا معنیش چیه. یکی یکی میگفتن بعد این شروع میکرد به صحبت کردن. کسی هم من ببین عملا خیلی ها پول گرفتن و خیلی هم کلا سرشون رفت. اینا که تهیه میکنن، رفیق دوست بود که نفر اول بود، یعنی وزیرش هم این بود، وزیر سپاه. بله بعد یه طب حتی همین شجونی یه دفعه رفته بود اونجا و دنبال حالا فوت کرد دیگه. شما تاریخ ببین، یه کسی که اینقدر ادعای مبارزه میکنه و مبارزه هم مثل چیروش هم مثل این علم دینه، یکی مثلا مبارزه میکنه ولی خیلی هم مثل یه پزشکی که مشروب بخوره، سیگار میکشه، پیپ میکشه، معتاده. این هاست. خیلی از این مبارزین زندان رفته یا آخوند امام به سر خلافکاری میکردن، میومدن پول مفت رو میگرفتن، میومدن آلمان یا جای دیگه به دنبال فساد میومد. حالا بگو چرا این کنگرلو یه چیزایی میگه؟ من قبلش یه چیز رو نه اینه به شما مطمئن شم. آقای نیازی یا نمازی که در ضد اطلاعات ارتش یا حفاظت اطلاعات ارتش نیرو زمینی بودن، یک فرد غیر نظامی بودن. این فرد غیر نظامی بازاری رو ما گذاشته بودن حفاظت اطلاعات ارتش. بله بله. خب متشکر، خواهش میکنم. بعد این افراد خیلی ها بودن که سرشون کلا رفت، که به جای موشک به جای هر چی آجر رو بردن. خیلی یه بار آقای رفیقتوس به من گفتش که من شنیدم اون بحرینیه باش کار میشنسیش فلان، یه حرفه گفتم بله خیلی آدم قالتاقیه، پول منو میخواست بخوره ولی خیلی هم هزینه کرد که پول منو بخوره ولی موفق نشد. چطور هزینه کرد؟ حالا عرض میکنم. بعد یهو گفتش که ای کنگردو من، یعنی روش نمیشد بگه، یعنی طوری بود که براش گفتش که 1.5 میلیون دلار پول برای این خورده، میتونی ازش بگیری؟ بگیر. با همین مفتی که میگم، حالا این آقا یه آدم شیعه بحرینی بود و ظاهرش مذهبی بود ولی کلاهبرداری میکرد. بعد یه جوری وصل شده بود که میرفت هم جاسوسی میکرد، معمولا اینو جاسوسی هم میکنن هم. بعد این یه جوری به ما بس شد. چی؟ یه کسی که گفتن یه کسیه که برای سپاه خرید میکرده و مهمات 175، یعنی مهمات های خیلی استراتژیکه، توپخانه است که میزنه دور برده و خیلی چیزایی دیگه برای سپاه خریده، آورده بهش داده، امتحانش هم داده این آدم. حالا ما از قضیه رفیقی خبر نداشتیم که گفتم این اوتو خیلی خوب. این اومد ژنو منو دید.
بعد خلاصه گفت من حاضرم اون شتاب به شما بدم. این یعنی دو سه ماه، دو سه ماه حرف و بحث و صحبت و کجا و چی و حسن حسین خیلی داشت، تا اینکه انقدرم این خودشو زاهد و عابد و انقلابی نشون میداد که من باید اصلا چشم بسته به این اطمینان بکنم، یعنی وارد بود چه کار بکنم. خب ایشون گفته بودن که به شما مشک هاک میفروشن. آره بعد خلاصه ما هم نیرو داشتیم دیگه. من در عرض یک ساعت تو کشور آلمان پاسپورت غیر بزه ایرانی درست کردم، ویزا درست کردم، همه درست کردم بهش دادم. یعنی انقدر تو تشه برو دیگه، یعنی در عرض دو سه ساعت نکشید. این گفتش که با توجه به اینکه من پول فرستاده بودم یه بانکی تو ژنو پول آوردم 40 میلیون دلار اونجا آماده کرده بودم و و و و گفتش که من الان قاهره هستم، توی پادگانم روی موشکا خوابیدم و گفتم من از اولم به شما گفتم من تا نبینم هیچ اقدام نمی کنم، خودت میدونی که پول من آماده است، پولم فرستادم تو ژنو بود، من تا موشک رو نبینم. گفت موشک همینجاست. گفتم من باید موشک رو ببینم. گفت همین الان. میدونست که من نمیتونم. گفتم تا الان اومدیم فرودگاه با اون نفر به عنوان غیر ایرانی، یعنی یه ترکیهی، پاس ترکیهی، ترکیه هم قشنگ بلد بود، تیپ بشم مثل ترکا، بلیتش هم گرفتم، گفتم اینم شماره منه، اینم هواپیماست، ما داریم میایم، شما لطفا هتل و اتاقتو بگو. میدونست که من چک میکنم دیگه. آقا این یهو گم شد. من بلا فاصله پولو از توی اون بانک، تو بانک اومدم، شک کردم دیگه، اومدم گفتم آقا خود بانک رو چک کنید و بچه های این بانک مرکزی خودمون. حالا شب اونم خب وارد دیدم، بینید بودم این بانک تو ژنو هست، اسمش هم اینه، این چک کنید نکنین مثلا کل سرمایهش کمتر از این پول 40 میلیون دلار باشه، اتفاقا کل سرمایهش 30 میلیونه. گفتم پس تا اینجا شک ما درست در اومد. هنوز پول که میخواه از اینجا حواله کنی فوری نمیره، میره آمریکا، از آمریکا میاد قاعدش دلار. ما نرسیده به اون شعبه، نرسیده به اون بانک ژنو، ما پول برگرد بودیم به ایران. اگر می اومد اینجا من صاحب پول دیگه نبودم. یعنی اینقدر ما حواسمون جمع بود که خیلی عبد، همه اینا کار خداست، همینا. منم فقط تو کارام توسل میکردم، توسل میکردم و این توسل فقط هم بیشتر به امام حسین. اینقدر من گریه میکردم لب دریاچه ژنو، میدیدم چه آدمایی که قاتل بچه های ما هستن. برادر منم شهید شده بود، اون برادر من تو جبهه بود، زنگ می زدم می گفت داداش اینجا اینجوریه فلان اینا. و وقت این عربا رو می‌دیدم تو ژنو، تو هیلتون ژنو چه کارهایی می‌کنن، یعنی بساطی. اینکه چرا ما ژنو قرار می‌گذاشتیم؟ ژنو ایستگاهمون بود. ببین ژنو به خاطر این بود که من زیاد رفته بودم اونجا، بعد با فرانسه هم کار می‌کردیم، فرانسه نزدیک بود به ژنو، راحت می‌رفت می‌آمد اون ژنویه. بعد اینجا یه رزیدنس داشت، خیلی بزرگ بود، یه باغ بود. بعد تو این رزیدنس سفارت ما، آره مثلا قضایی نفر بود که اونجا هم سریدار بود، آشپز بود، همه کاره بود، هر کم می‌آمد یه ساختمون دیگه بود اونجا. اون ساختمون ولایتی، اگه می‌آمد دست ولایتی بود، نبود من بودم، دست من بود.
منم میومدم اونجا راحت تر اونجا بودم، به همین دلیلم بیشتر میومدم اونجا. بعد آلمان و جای دیگه نداشتن همچین چیزی، فقط همون دفتر من داشتم تو سفارت میرفتم، جا داشتم تو آلمان، ولی اون جای من که میخوردم و میخوابیدم و کارم انجام میدادم اینا شهر دارمشتاد بود. بله. خب فهمیدید که اون آقا رو هر شبت که متوجه شدین که سارا پول نیسته، یکونی میلیون دلار آقای رفیق بوس چی شد؟ یکونی میلیون دلار رو من رفتم دنبالش، آدرسش رو همه رو در آوردم که بگیرم. گفتم خب این که بریم بگیریم که نمیده که، این باید مثلا بچهش رو گروگان بگیری یا خودش رو ببری یه جوری مثلا تهدیدش کنی توی بیابون یه جوری چک بکشه چیکار کنی مدل اینجوری. خب اینم رفیق دوست امروز یه حرف بذاری یه صد دیگه تغییر میکنه حرفش، نمیشه روش. منم بهش گفتم که بالاخره تو میخوای این کارو بکنی به واحد نهضت ها باید بگی، منم کمکشون میکنم. یا اون موقع عملیات ویژه به اون صورت نبود، یا تازه مثلا عملیات ویژه هم خیلی بخواهی، ما یه واحدی داشتیم یه اداره کلش عملیات ویژه، تمام عملیات های بیرون دست اون بود. خودم باید یا باید به اونا بگی یا بیشتر هم نیروی قدس هنوز تأسیس نشده بود؟ نیروی قدس هم داشت تأسیس میشد دیگه تقریبا. اما خب همون پس عملیات علیه آقای نیروی قدس همون نهضت های آزادی بخش. بله. حالا عرض من اینه که از حالا اون کشوری که ازش میگرفتیم به کنار، حالا هر کشوری که ازش میگرفتیم، تو بازار آزاد به هر حال میشد موشک هاگ گیر آورد یا نه؟ نه با موشک هاگ یا قطعات F4 گیر آورد؟ داشتیم موشک هاگ اصلا قطعاتشو قطعه هاگ رو ما نداشتیم و تو بازارم نبود و فقط و فقط آمریکا خودش داشت. با ایران اسرائیل هم نداشت این رو، اینقدر رو ایران حساب میکردن در مقابل عراق. اسرائیل موشک هاک نداشت؟ اسرائیل هم. پس ما چجوری از انبارای اسرائیل موشک هاک گرفتیم؟ قطعات هاک گرفتیم؟ اولا از انبارای اسرائیل نگرفتیم، اینو خوب متوجه باش، من فنیاش دارم به شما میگم، ما از انبار اسرائیل نگرفتیم و موشک هاگ با موشک تاف دوتاست. موشک ضد زره و موشک ضد هوایی. آره اون ضد همین زمین به زمین هم هست، زمین به هوا هم هست، یه چیز بزرگیه به خاطر مثلا یه کشتی رو غرق میکنه یا مثلا یه هواپیمایی رو میزنه، ولی تاب مخصوص چیزه زرهیه. بعد اون خیلی هم گرونتره و ما هم تاب داریم، شاید الان هم داشته باشیم چون مصرف نکردیم که. ما یه دونه موشک زدیم به کشتی آمریکایی‌ها، این هم هیچ خبری نیست، نمیدونیم که یه دونه زدیم و منحرفش کردیم. کی؟ هم تو جنگ، اول جنگ ما میخواستیم بزنیم، دیدیم که زدیم هم. آره تو جنگ نفکشا دارید میفرمایید؟ اول جنگ بود. آره اول جنگ بود. جنگ نفکشا آخر جنگه. بله. ما همین شمخانی و خیلی بچه های سپاه رفتم خدمت امام، گفتم ما چه کار بکنیم اینا؟ امام رحمت الله شد که من اگه جای شما بودم میزدم اینا، هم زدن و این اصلا جایی نگفتن. بچه رو ما فکر میکردیم موشک های سیلک ورمه، موشک های کرم ابریشم چینیه، اونا نبود. نه اینی که دارم من میگم، ببین ما یه سری اسلحه داشتیم دیگه، یکی از این اسلحه های قوی و خیلی مهم ما همین سایت هاگ بود و موشک هاگ. حتی موشک تاو هم داشتیم، موشک تاو هم داشتیم و این موشک تاومون تمام شده بود دیگه، یعنی چی دیگه نداشتیم ما، مصرف شده بود. آمریکایی‌ها چه اعتمادی داشتن به آقای قربانی فر؟ اصلا اعتماد نداشتن. پس چطور حرفش گوش کردن؟ حرفش کوچی گوش کردن. اومدن ایران. به حرف اون نیومدن که. به حرف اون نیومدن. مگه یه مملکت به حرف یه نفر میاد بگه شدن. به حرف کی اومدن؟ ببین کلن نمیشه بگم. کلن
آمریکایی‌ها شناخت نسبت به ایرانی ها دقیق داره، این چیز نیست که نداره. آمریکایی‌ها باورشون نمیشد، میدونستن که ایرانی ها نامرد نیستن. اینجوری نیست که ما بلنشیم بریم خونه شون اینا ما رو بکشن. فقط واقعاش گروگان میگیره. گوش کردی؟ نه نه واقعا نه هیچ. گروگان گرفته بودیم دیگه، 444 روز گروگان گرفته بودیم. داشتش کیا رو؟ سفارت آمریکا در تهران. آها سف... نه اون سفارت یه بازی داستان دیگه یه. اون سفارت نه، خب میگین که ایرانی ها اهل این کار نه. نیستن. ما داشتیم با آقای بروس لینکن صحبت میکردیم توی وزارت خارجه. اونا رو من به شما میگم خاله بگذار از اونجا خارج نشین. به شما بگم اون زیر پوستش چی بود داستان. خب حالا بگذاریم سراغ ماجرا. حالا واقعا هم ببینید، واقعا هم اینجوری بود که ایرانی ها اونجوری نیستن که تو دنیا به عنوان نامرد مطرح نیستن. عرب هست ولی ایرانی اون صورت نیست. در هر صورت جز اینکه ممکنه پول 500 تا مشک تابو ندی. همه مثل روحانی نیستن. من خب بالاخره اونا با ایرانی ها طرف هستن، نه با شخص خاصی. هر کسی ببینید از مقامات ایران من بودم. من واقعا متوجه نمیشم. ببینید خیلی خوب قبول کردیم آقای مکفارلین رو، شما با توجه به این اعتمادی که رو شما داشتن، یعنی آمریکایی ها شناختی که شما رو داشتن، حاضر شدن که یک مقام بسیار سطح بالاشون رو همراه 7 نفر دیگه بفرستن ایران. از قبل هم به شما اطلاع داده بودن، شما مطمئن نبودید که اینها بیان، اما هواپیماشون به هر حال مورد اصابت قرار نمیگیره، با گذرنامه ارشوت که ایرلندی هم میان. گذرنامه ایرلندی رو هم از این جهت داشتن که اگر گذرنامه آمریکایی داشتن در فرودگاه مهرآباد احتمالا ممکن بود قبل از اینکه کار به شما بکشه کسی واکنش نشون بده متعرضشون بشه. تا اینجاش قبول. شما که این دیپلماسی پنهان رو داشتین که یک مقام چنین عالی رتبه ای رو از آمریکا آوردین ایران، در خود ایران چطور این بلبشو بود که سران سه قوه نمیدونستن با اینا چی کار کنن؟ خب اولا اون که... کاری که از این آسان‌تر بود که همون. ببینید سوال شما خوبه ولی شما باید ثبت کنی، ثبت کنی من اینا رو تا ریزش ندونی به اون درشتا نمیرسی. ببینید تا اینجا که اومد ما اینا رو نیاوردیم. خدا آورد. گوش کردی؟ نه ما اینا رو نیاوردیم. یه وقت میگن که یه هیئت میخوام بیام، آقا شماره پرواز دقیق ساعت آیست همه چی فلان موقع هست، میدی این هیئت که حسن حسین تقی نقیه اینجا دعوت شده از طرف وزیر، اون دعوت شده اینا چه رسمی میاد، مخفی هم بخواد بیاد چکام کنی؟ یه پرواز داره میاد، شما برج ما به برج میگیم آقا یه همچین به اصطلاح هواپیماییه، این رمزه بهش اوکی بده بیاد. ما چیزایی که میخریدیم بخواستیم بیاریم همین کار میکردیم دیگه. بعد حالا این داستانش چی بود؟ ما به دلیل عقلی شما داریم میگی باورمون نمیشد که یه همچین کاری بکنه. گفتن که ما میخواییم بیاییم، ما واف به واف همه رو میبینیم تو سران سه قوه میگفتیم، کتبی هم مینوشتیم، گفتیم که ما الان سری چی میخواییم بیاییم، برای چی میخواییم بیاییم. اینا متوجه شده بودن ما حاضریم کمک کنیم که گروگان‌های اینا به اصطلاح آزاد بشه، ما حاضریم. این یه بحث. گروگان‌شون در لبنان. بله گروگان‌شون در لبنان. اما اینها یه موقعیتی قرار گرفته بودن، در یه موقعیتی قرار گرفته بودن که پیروزی اینا مساویس با آزاد شدن این گروگان‌ها، نه یه دونه یه دونه یهو. پیروزشون در انتخابات آمریکا. آفرین. چون که 1.5% اینا بیشتر عقب نبودن.
اینا گفتن که ما حساب کردیم از نظر سنجی اینا، ما یهو همه یرگان ها که آزاد بشن ما دست به یه تبلیغات میزنیم، تا روز تبلیغات ما میریم. شما اینا رو میدونستین؟ ها اینا رو میدونستین؟ از همون موقع میدونستین؟ بله. نه خب میگفتن دیگه، میگفتن. خیلی خوب. بعد آقایون اینجا ما میگفتیم آقا این داستان اینجوریه، اینا این نمیگن. اینا گفتن ما اگر بخویم یه دونه یه دونه است. اینا قول که بدن ما یه دونه آزاد میکنیم. اینا به ما امکانات میگیم به ما بدن یکی دیگه. اونو بدن یکی دیگه. اونو بدن یکی دیگه. چه لازم نیست اینا بیان اینجا. اینا تا اینجا درست شد. حدس منه. یعنی اونا چیزی نگفتن که. حدس منه. اونا گفتن ما اینا رو در یه عمل انجام شده قرار بدیم. میریم اونجا میشینیم میگیم آقا ما گروگان شما. یعنی ضمانت از این بالاتر دیگه نیست. مشاور امنیت ملی آمریکا آره، بشه. آره اومده اینجا بشه شما. اینا از اون طرف هم اینا حاضرن که این کار بکنن. ببینید وقت میگه اصلا به هیچ وجه ولی من یهو نمی کنیم. اینا یه دونه یه دونه. برای که اطمینان نده. بحث اینجا اطمینان بود که این اطمینانه حاصل نمیشد. اینا اومدن این کلید این قفل بی اعتمادی رو با اومدن یه هیئت اینجا بشینن گرو خودشون گروگان بذارن اینجا که شما اقدام کنی اینقدر اینا بشینن اقدام کنی اینا آزاد بشن که اینا با گروگانا برگردن. و فکر نمی‌کردم ممکنه که همین اتفاقی که بعداً افتاد منجر به یکی رسوایی سیاسی برام آره، باشه. آره اینا رو فکر نمی‌کردم. حالا اینجا درست شد. عقل اینا میگفتش که اینا اولا این کاری که بکنن با جنگ رو میبرن. اینا اومدن گفتن آقا ما حاضریم. شما جنگ رو ببرین؟ اصلا ما حاضریم. ما کاری میکنیم شما جنگ رو ببرید. خب؟ آمریکایی‌ها گفتن. آره. گفت اصلا از همین حالا همین حالا من که اونجا نشسته بودم قبل از اینکه بیان تو هتل شرایتون بس همین بود. بعد هتل شرایتون تهران؟ نه شرایتون فرانکفورت. شرایتون فرانکفورت. اونجا اولین نشستی که ما داشتیم اولیور نورس بود، مکفرلین نبود، رئیس یا معاون سی‌آی‌ای فرمانت نیروی هوایی بود، نیروی هوایی آمریکا. آره. بعد یه کسی بود بعدم من دیدم این قیافش با آمریکایی نمیخوره، قیافش مثل این جهودای خودمونه. بعدم این اینقدر خوشحال به نظر میرسه خیلی. بعد من به این قربانی فر گفتم این کیه با اینا فرق میکنه؟ بعد گفت که این پسرمو ایرانی است، یعنی اسرائیل لبو پسرمو هم فهمیدم. بعد گفتم گفت اون یهودیه، یعنی قیافش. گفت من اسمم گوشی بودم یه چهره ای داشت مثل این جهودای خودمونم هم جوری هستن خیلی هاشون. اسمشون گذاشتم بوم شیمیایی، اینه که شیمیایی میشن. قیافش اینجوری بود. از طرف ما کیا بودن؟ من بودم. فقط من بودم با یه مترجم که قربانی فر بود. بعد 7-8 تا اونا بودم، یعنی ابراهام بود، چیز چی اسمش؟ ابراهام حکیم ابراهیم حکیم این بود. اونجا گفتن ابراهام چی اینا. بعد معرفی کردن من به چیز خودم و اینم مدعیم و هنوزم شکست نخوردم. من از راه چشم در درون اون فرد میرم و از خدا میخوام که نیت اون فرد رو خدا بهم بگه.
این از نوجوانی این رو داشتم و روشم کار کردم و اینا. شما به چه کسی نگاه کردید و نیتش رو گوندید؟ من دونه به دونه معرفی میکرد کاملا مسلط. من اون روز غسل شهادت کردم اومدم. من معمولا به بچه من هر جا میرفتم من با بچه انجمن اسلامی بودم. اینا هم محافظ من بودن، هم پادوی من بودن، هم همه کاری بر من میکردن، دمشون گرم. من اینا رو همه رو جمع کردم، گفتن شما، گفتم شما همه تون من یه جلسه ای دارم اینجا، اصلا این بحث ها هیچ، فقط من اینجا توی این هتل، این طبقه، اینجا، اینجا، یه جلسه ای دارم و شما نیم ساعت به نیم ساعت نه زنگ بزنید، اینم شمارشه، من اعلان سلامتی بکنم. اینجا باشید تا من جلسه هم چهار بسنم تا خیلی چندین ساعت بکشه. خیلی مهمه که ما ماریون ندازم ببرن، ما اتفاقی نیفته، فلان فلان. اینا اومدن، همین خود همین باعث شد، همین باعث شد. اینجا هم آمریکایی‌ها نیرو داشتن، هم آلمان‌ها داشتن، احتمال میده اسرائیلی هم داشته باشه. اینا بعد بعدها که ما با آلمان‌ها کار کردیم و فلان با اطلاعات آلمان اینا، به ما گفتن که شما نیروی مسلح انتحاری رو برده بگید اونجا. نه که اینا همه ریش داشتن و جوان بودن و قدم میزدن و خیلی هم بودن. بعد اینا هم نرفتن که بگید اسم چیه، کارت چی چیزی نه، قضیه رو یهو خرابش نکردن. اینا دستور نداشتن. گفتم که نه با، گفتم نه با اینجوری نیست، من فقط گفتم که اینجا جلسه من داریم. خلاصه من یالا مفصله. بعد اونجا من به اولیور نورس گفته بودم که بهش، یعنی گفته بودم که من موقعی سر میز میشینم که شما 500 تا موشک به ما بدید، یعنی من هیچ حرفی ندارم. اینا اومدن، دونم طبقه 14 13 بود، یه سویچ که تو خیلی هم بزرگ بود. اینا اومدن، دیدیم که یکی دو تا شده، همه یکی معرفی کردیم همه شدن. و واقعا من آماده بودم که از اون بالا شیرجه بیام پایین، یعنی چیز نکنم. اونا گفتن که ما هر چی راجع به اینا فکر میکردیم تو ذهنمون بود، این برعکسشه، اونجوری هم نیست. مثل چی؟ مثلا ما فکر میکردیم اینا شاید ما رو گروان نگردارن، هم فلان کنن، بگذنن، بکشن، فلان کنن. دیدم اینا جانی هستن ولی این شکلی نیست، یه شکل قانونی خودشو باید خودشون داره، میان قانون درست میکنن و قانونن شما رو استثمار میکنن. بعد همه رو که معرفه کرده و اینا، من باستده، من ذره فیزیکی باستده، هی گفتم بشونده من نمیشه، گفتم من نگفتم بشون 500 تومن شکل بدیم. آره نورس خیلی آدم، خیلی آدم خوبی بود، یعنی ذاتن آدم خوبی بود، خیلی آدم حکیمی بود، کلن این تیپی بود، صبور هم بود. آره برخلاف مکفارلی. آفرین. من میفهمم یکی که عصبانی هست یا نیست، چیگه خیلی مشخصه آدم عصبانی، چشاش میزنه، تیک میزنه، حرفاش جوری دیگه هست. این حالا هر دینی بخواد داشته، این آدم عصبانیه، مثل احمدی نژاد این آدم. بعد
دیدی که اینجوری میکنم یا اینجوری تک میزد این چیزم تیک داشت. بگردیم به جلسه. آره. خب بعد نورس گفت درسته پیش ما نشستیم جلسه با هم برد گفتش که حالا این جلسه صبح بود موکر شد به گفت من تو امروز تو بعد از ظهر شما صبر کن باش گفتم باش ما هست اونا رفتن دنبال استراحت شون ما رفتن دنبال استراحت ما یک سره تلفن به دفتر خودم مسئول گفتم که اینا هی به ما زنگ میزدن که من هماهنگ میکردم که 500 تا بیاد اینا خلاصه ساعت 5 بعد از ظهر بود 500 تا اومد از کجا؟ ببینید ما نگفتیم از کجا میاریم ما نخواستیم نه اونو ما قرار شد که اینو به ما کجا تحویل بدن؟ تهران تهران یا تبریز تو خاک ایران اینو آوردن تهران تو فرودگاه مهرآباد اینجا تحویل دادن حالا ما اینجا دیگه اینا همه دنیا چیز دارن اینا ترکیه دارن تو خلیج دارن اسرائیل دارن دیگه همه جا خیلی اصلا اطراف ایران همه پایگاه دارن تو اروپا پایگاه دارن همه چی هم موشک و این فرام دار بعد گفتم که باید پولشو گفتم من 48 ساعت یا 4 روز دارن اینا بیاد ما پولشم به حساب تو میرسیم خلصه اومد دیگه پولشم ریختیم دادیم 12.5 500 پولشم دادم باید نشست منم کاش که خودم ثبت کردم دیده هست زمانی اونجا یه موقعیتی داره کسی نبود چیزی نبود اول که این رو شناسایی کردم گفتم که همین جنایت هایی که امریکایی کرده بودن یعنی اینجوری بیان کردم گفتم من جواب یک آدم سیاسی و یک مأمور سیاسی و یک کسی که بیاد با شما میخواد معامله بکنه مذاکره بکنه نیستم من فقط اومدم فقط در مورد یه چیز خاصی شما به ما کمک کنید ما به مقامات میگیم مقامات به اونا بگن اونا یه حرف اونا رو گوش کردن بگن ما کمک شما میکنیم من شروع کردم به کاری من کاری نداریم شما اینجوری کردید 28 مرداد اونجوری کردید فلان کردید موضوعیت نداشتون اصلا بخریم دیگه آره نه اینا رو هم بگفتم اینا هم هیچی نگفتم مثلا وارد این قضایی نشد بعد هی صحبت کردن اونا صحبت کردن که بالاخره نیومدن جواب منو بدن گفتم که همه سر همش سر آزادی این گروگانا باز بود که شما این کارو بکنید این کارو بکنید برای تاریخ و برای آزادی انسان ها پیرمردن مریضن هم چیان هم فلانن شما میتونید شما میتونید ریشک رو بذارید اونجا بعد رسیدم به این ابراهام حکیم بعد انگار یک صدای در گوش من گفت انگار یه چیزی به من الهام شد نمیدونم انگار یعنی خیلی قاطع ها به قربانی فرق گفتم که ببین به این بگو که تو که خوب ایرانی کرد تو ایرانی هستی چه انگلیسی صحبت میکنی من تو رو میشناسم آره همینجوری من داشتم میگفتم اینا همه داشتن نگاه میکردن بعد این به اون به انگلیسی گفت اون گفت من نمیشنم چون چی میشو بعد دیدم که
من یقین دارم که این میشناسمش. حالا یه آدمی تو هیئت آمریکایی هست، تیپ قیافه آمریکایی، اصلا شکل ایرانی هم نبود. گفتم این کلاگیسی داری؟ بچه بازارجون، بازارچه اولاجونی؟ سال 1346 چهارست سیریس میمیدی با میشدی گهگاهی، از اونجا میرفتی موشی خلوت، بلدی موشی خلوته که، بازار جعفری، پاساژ موشی خلوت، دکمه فروشا، اونجا میرفتی؟ من تو رو میشناسم، خونتون من تو بازارچه بود. حالا میگه وات؟ بازم زبانش باز نشد. بعد به قربان فرد توپیدم، گفتم من هرچی گفتم باید بهش بگی. گفت من رو یعنی نمیگفت بیدستید به هم بخار. گفتم ببین همینجا بلند میشم میرم یا میزنم تو گوشه را خوار مادر فلان چنده فش دادم بهش. گفتم هرچی من میگم بهش بگو. بعد همین معاون سیاهی اونم سری سیاهی بود، گفت چیه؟ گفت چی میگن؟ این به انگلیسی اونا گفت. بعد گفت میگم. گفتم بهش بگو یعنی اینن اینه. گفتم بهش بگو خار کسه مادر قبه پدسته که مادر قبه. من تو رو میشناسم، تو جهودی، تو یهودی هستی، تو بچه ترونی، چیزا من تا رو نمیشنسم هیچی. من فوش میدادم، فوش خواهم دارم بهش میدادم، این لپاش سرخ شد. بعد دیگه پیش خودم گفتم خب الحمدلله دیگه. گفتم تران من دارم فوشت میدم، هی میگی وات وات، به چه رنگ دقیق سرخ شده. آقا همین جوری که دارم میگم یهو زبانش باز شد. بعد اینا یه همه چی تغییر کرد. یعنی این موقعی که این رسوا شد و من فوش به این دادم و علنی اینجوری برخورد کردم، اصلا همه چی تغییر کرد. من فکر میکنم اونجا گفتن عجب بابا این ایرانی ها چجور موجودی هست؟ این مسئول میز ایران در کاخ سفید این رفته اونجا، این یارو شناختتش اینو خوش هم بهش داده. و همین شد مقدمه اعتماد کردن؟ نه این یکیش بود. اعتماد کرد؟ نه این ربطی به اعتماد نداره است. اینو به شما بگم. یعنی غیر ممکنه خیلی. فکر میکنه و این نکنه اصلا من سرچه کلا باشم. نه. اینجوری نیست. اونا بعضی موقع مثلا یک کاری میکنن مثلا ظاهرش ما موفق شدیم. خب؟ اونا به نفعشونه، اونا دنبال یه سود قویتر دیگه هستن و ما فقط تنها راهی داریم، راه جنگ نداریم. تنها راهی که داریم ما فرصت طلبی بده کنیم، پی یه موقعیتی بگردیم، یه موقعیت کوچیک که زود گذر ما اونجا بتونیم یه کاری انجام بدیم. و این موقعیت زودگذر در واقع در سفر هیئت آمریکایی به ایران فراهم شد. بله. اینجا ما دیدیم اینجوریه، اینا اومدن و از فرودگاه تماس گرفتن با شما. بله. یا شما از قبل میدونستین که دارم میام؟ من کلا من به شما بگم، من به عشقی که با سپاه داشتم و دارم الان، همیشه خودم سپاهی میدونستم. به همین دلیلم همیشه هر فرمونی که به اصطلاح هم بچه های نهضت های آزادی بخش اون موقع اومدن لشکر قدس و فلان هر کاری داشتن من انجام میدادم. حالا چه تو نخست وزیری بودم، چه تو به اصطلاح نفت بودم، اینا. اون شب چطور شد؟ من قبلش تمام مراحل قبلش خود این سپاه، یعنی احمد وحیدی و وردی نژاد و اینا که اینا فرمانده لشکر قدس بودن، اونم قائم مقامش بود، منشاوی رئیس دفتر وحیدی بود، اینا همه در جریان بودن. اون شبم
من قبلا گفته بودم که امکان داره اینا عکس مکفارلن و عکس نورس و که ما مثلا همین بعدا فهمیدم که این چون که خیلی ها میخواستن به هم بزنن سود داشت براشون. خب متوجه شدم عکساشون داده بودین به آقای طاهری میگم طاهری آقای هادی دکتر هادی میگفت هر کی چشه که زاغه است خب که این که مکفار لنگ نیست واقعا نمیشدیم. خب بعد هم اومده بود اینا من کجا بدنستم بدنیم این کی اون چیه اینا. بعد با ریگان عکس گرفته بودن این عکس رو فرستاده بودن که ما ببینیم که مثلا چیز کنیم. وقت اینا یه جوری با من برخورد میکردن که آدم میشنسه اونجوری نیست که آدم نه من یه کسی تو خیابون بگه من مثلا مکفارلن بیاد اینجا. یعنی اینقدر ماها رو مثلا اعصاب خودکنی حرف میزد که ما یه چیزی بهش بگیم بیا یه چیزی پرت کنیم به خود سرسورتش به هم بخوره. ما همجا صبر میکردیم دیگه تا اینکه منم به جای وصل نبودم. داداش من نه حزبی بودم نه مثلا نه مشاور امنیتی نخست وزیر نه جریان. بله اون موقع جریان ما همه جریان شهید بهشتی شهید بهشتی همه میگن ما طرفدار شهید بهشتی همین با مهندس موسوی و اینا بودیم. بله متوجه شدم. وقتی که اومدن از گیت عادی رد شدن یعنی مثل مسافرها اومدن داخل من نبودم که اونجا. آها. آره من نبودم. من موقعی که اومدیم دیدیم که اینا اومدن بیرون. حالا اومده بودن بیرون کجا؟ اینا اومدن توی چیز بود دیگه تو همون قسمتی که یه اتاقی بود اینا در ورودی که مسافرا میان اطلاعات نخست وزیر. آره همونجا بودن دیگه از این روزه نه حالا کدوم ساختمون بودن ولی اومده بودن یه قسمتی توی دفتری اینا رو نگه داشته بودن. و شما بردینشون هتل؟ آره ما با چیز بودیم دیگه با آقای وحیدی اینا بود ما باید زودتر میرفتیم خوابم برد بود حقیقتش همین باعث شد که کار خراب شد. رفتیم اونجا ما بعد هشت اونجا بودیم دوانیم و ده خواب بیدار شدیم ده دوانیم برسته داره اینجا بودیم. چرا کار خراب شد؟ کار بخاطر رو نظم خودش و برنامه خودش نبود دیگه. مکفاله میگه که با ماشین بدی هم رفته بودین دنبالشون ماشین قرازه ای. بهترین ماشین سپاه همون بود دیگه بنز تشریفات. من خیلی من همون بود خواه این چه ماشین تو وسط راه مثلا یه خراب شد ما هول بدیم ماشین رو بینیم درست اینطوری هم شده بود؟ نه ولی... اما از این مدل بود ولی چیم نبود دیگه ما میدونم چی بود اخا پریدیم بیای بکنیم اینجوری شد آقا با تو ماشین بیاری تو فلان کن دیگه یعنی زمان نداشتیم باهم. رفتیم اونجا ماشین چیزی نه ولی ماشین مثلا سیاسی که از این مدل ها داشته باشه مشکی باشه نبود. مشاور امنیت ملی آمریکا بود طرف. خب منم مشاور امنیتی بودم. شما میخواین شأن خودتون رعایت نکنین طرف بالاخره با ماشین قرازه نمیبرنش که نه ماشین قرازه نبود نه اولا که اون مشاور امنیتی بود منم مشاور امنیتی تموش دارم بعد منو با هم عقب ماشین با هم نشستیم راننده هم بود و رفتیم ما از اول اشتباه کردیم تو هتل گذاشتیم این همه ساختمون ما یه ساختمون نداشتیم یعنی سپاه گفت باید من با شما چون باشم بعد اونا رفتیم هتل. آره رفتم هتل و اینا همونجا آزادی فعلی از همونجا اینا تصمیم گرفتن که کار اصلا کلا از دست ما بگیرن سپاه. آره آقای محسن رضایی حالا تا اینجا که شده صحبت میکنیم یه مصاحبه داره با هر شود که خبرگزاری فارس به تاریخ یکم مهر 87 ایشون میگه که شما کارها رو با هماهنگی آقای هاشمی پیش می‌بردیم و هنگامی که ما از اینجاش مهمه و هنگامی که ما متوجه شدیم در تهران اتفاقاتی در جریان است وارد ماجرا شدیم و محسن کنگرو را به عنوان رابط دوم قرار دادیم و آقای وردی نژاد که معاون اطلاعات سپاه بود و بعداً رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی شد را به عنوان رابط اصلی قرار دادیم. در واقع ابتکار عمل را به دست گرفتیم تا ببینیم پشت صحنه چه خبر است. حالا همینجا اینا گفتن که
من این الان چند ساله 30 ساله دیگه دارم. 30 سال گذشت، خیلی مردن و شهید شدن و فقط افسوس میخورم و سر ندونم کاری کیش شخصیت. خب بچه تو شد بعد اینا هم اول جلسه گذاشتیم و خلاصه کاری نداریم بله فاصله به آقای هاشمی و واسه اطلاع اینا همه متوجه شدن و امام متوجه شد، استمت ها متوجه، سران شقوبه همه، چون که من وظیفه داشتم تو جلسه بیان کنم و تو جلسه هم استمت ها بود، معناش اینه که گزارش میبره به امام میده دیگه، به خاطر اینه من خودم بلند شدم مثلا برم به امام بگم، ولی اینه آقای خامنه ای، آقای موسوی اردبیلی، آقای موسوی نقص وزیر، آقای هاشمی همه در جریان کار بودن. این که کسی ندانه و آقای هاشمی خودش بخواد این کار رو بکنه، مثل این همون مصاحبه که آقای محمد خامنه‌ای کرد در مورد صحبت میکنه، آره من که جوابش دادم اینجوری نبود. و آقای محسن رضایی هم حقیقت رو نمیگه و همیشه این اخلاقش اینجوریه. من حاضرم اینو علنه تو رادیو بگن، میگم چی میگه آقای تو؟ این آقای وردی نژاد همسایه ما بود، این آقای چیز احمد وحیدی فرمانده لشکر بود و فرمانده بود که حکمش آقای خامنه میداد، نه سپاه نه فرمانده سپاه، یادم بسیار متدین و متقی، علم قبولش دارم. اون موقع اینا گفتن ما سپاهیم، ما باید اینو به عهده بگیریم، تو سپاهی نیستی. مثلا من گفتم که بیاین شما به خاطر که کار خراب نشه وارد سیستم سپاه نکنید، این یه کاریست که به کلی سریه، نباید بره تو سازمان، یعنی امکان داره 4 تا آدم این بر اون بر. ما الان شما نیروهایی که محافظ اردین همه سپاهی هم، همه منو میشنستن، اون داستان هم میشنستن، میفهمن این همه جو میره. ما نباید بیم تو هتل، ما باید یه ساختمانی داشته باشیم، همه وزارتخونه ساختمان دارن، ببریم اونجا همه چیز خودمون باشه. حالا از اولش با شلخته کاری شروع شد نه؟ حالا نه خب همین دیگه شلخته ای نیست دیگه به جای به جای اینکه اول همه مثلا این مثل اینکه اخلاق سنت این ایرانی هست. آقا تا یه حرف بزنی بخوان شما رو دور بزنه، شما مثلا بگی آقا من یکی معدن سراغ دارم، بیاین شما مثلا این معدن رو با هم بکنیم، زمان بکنیم دردیم، من کمایی میکنم یه درصدی شما بگی درصدی من مثلا. این اول کاری که بکنه شما رو دور میزنه، میخواد ببینی که معدنه کجاست، خودش بره شما بزنه کنار. اونجا هم در واقع سپاه میخواد شما رو دور بزنه، همینجی همین کارم کرد. من به خاطر مملکتم، به خاطر مملکتم من اومدم چیکار کردم؟ من یک بار همین آقای وحیدی رو، همین آقای وردی‌نژاد رو بردم فرانکفورت که با همین مقامات آمریکایی جلسه گذاشتم، از همونجا خودش وصل شد، یعنی من حضور نداشتم اونجا، بنده حضور نداشتم، یه جلسه دیگه داشتم در همون موقع، اونا یه جای دیگه بودن تو هتل دیگه، خود این آقا با اونجا وصل شد. یعنی اطلاعات سپاه همون زمان خارج از مسیری که شما داشتین ارتباط مستقیم آمریکایی داشت. بله، یعنی وصل شد، همونجا وصل شد، من حس میکردم همونجا وصل شد. خب وصل شد بعدن اومدن که تیمی درست کردن دیگه، اینجاشو من نمیگم، تیمی درست کردن و بعدن گفتن اینا گرونه، از این طرفم منو یعنی ما رو مباحث بعدیه دیگه. بله دیگه، حالا ما بهش میرسیم. هر شبت آقای مکفارلین در کتاب خاطرات خودش اسامی هیئت ایرانی رو 4 نفر ذکر میکنه، آقایان نجفی، مصطفوی، سمیعی و کنگلو. خب اسم شما که درسته، آقای عرشبت که سمیعی آقای وردی نژاد هست،
آقای نجفی که عرض شود که آقای هادی نجف آبادی هست. آقای مصطفی کیه؟ وحیدی. وحیدی. پس این تصور این که آقای مصطفی آقای روحانی هست نیست، چون تو بخش از منابع اینطوری اومده. آقای هاشمی یک جای دیگه هم در مورد با آقای روحانی صحبت میکنه در کتاب اوج دفاعشون، خاطراتشون. آقای هاشمی آقای هاشمی رفسنجانی در خاطراتشون در 1365 دو فراز دارن. یک جا میگن که به آقای دکتر روحانی گفتم که برای کنترل قطعات و اداره مسائل سیاسی و مذاکرات با آمریکایی‌ها همکاری کنند. یک جای دیگه میگه که قرار شد هدیه را نپذیریم و ملاقات ندهیم و مذاکره را در سطح دکتر هادی، دکتر روحانی و مهدی نژاد مخفی نگه داریم و مذاکرات محدود به مسئله گروگان‌های آمریکایی در لبنان و دادن قطعات هاک و چند قلمه اسلحه دیگر باشد. اینجا صریحا ایشون میگه که مذاکرات در سطح آقای دکتر هادی و دکتر روحانی و مهدی نژاد هست. یعنی تو جلسه نبودن؟ چجوری پس در سطح اونا بوده؟ این عبارت خاطرات آقای هاشمیه. همینا بودن دیگه. نه، رسما آقای روحانی را آوردم، شنیدین؟ میگه که قرار شد هدیه را نپذیریم و ملاقات ندهیم و مذاکره را در سطح دکتر هادی و دکتر روحانی و مهدی نژاد مخفی نگه داریم که مذاکرات محدود به مسئله گروگان‌های آمریکایی در لبنان و دادن قطعات هاک و چند قلم اسلحه دیگر میباشد. اینا آقای هاشمی میگه که آقای روحانی رو داشتن. سپاه فشار آورد. آقای هاشمی نمیخواست. از اولم میخواست همین جوری که ما داریم کار میکنیم باشه. آقای روحانی رو سپاه فشار آورد بیاد. اجازه بده. خوب توجه کن، چیزای خیلی مهمه. ببین وکفاردین اومده تو هتل مارمزونه. بله. خوب. بعد اونا میگن ما هستیم، گروگان‌ها رو اینجوری آزاد بکنیم، فلان میکنیم، ما یک کاری میکنیم، جنگ رو شما ببرید. اینا من به شما بگم، من توی هتل شرایطون که میگفتم بستش 500 تا چیز دادن، گفتم ریگان میخواد با شما صحبت کنه. با کی؟ با من. هم تو هتل اولیور نورس با ریگان صحبت میکرد. بعد گوشی گفت مترجم با ریگان ما دیم صداش میشنسیم، میگه مثل همه یاده مثلا عوض که این حرف زدن میشنسیم. بعد صحبت کرد با من، الان هنوز صداش تو گوش من. گفتش که ما با آدم های شجاع و مرد، اونجور که با من ترجمه کردم، هیچ مشکلی نداره. ضمناً شما بگم این موقعی بود که آبراهام حکیم علت این که آوردنش اونجا، نمیدونم حالا مسئول میز بوده نبوده، علت این بود که به قربان فر اعتماد نداشتن. این آورده بودن اونجا که ببینن این راست میگه یا نه. قربان فر هم اصلا اونو نمیشناخت هیچ، نه تا حال دیده بودش نه اسم یادشه. ریگان چرا نمیخواست با آقای هاشمی رفسنجانی صحبت کنه؟ حالا اجازه بده. رئیس جمهور آمریکاست. ها هم. بعد گفت ما هیچ مشکلی با خمینی نداریم. خمینی ما راحت باش میتونیم کار کنیم. راحت میتونیم باش باشیم همچین چیزی. که چرا؟ برای اینکه مرد هرچی که میگه انجام میده. ما با کسی که راستگوه و هرچی میگه انجام میده ما هیچ مشکلی نداریم. ما هم مثل او هستیم. ما هم مثل او هستیم. حرف بزنیم رو حرفمون انجام میدیم. احتیاج به هیچ چی نیست. اونم یه آدمیست که حرف بزنه انجام میده. شما خیالتون راحت باشه که ما به خاطر این خیال راحتی من بس، یعنی چون که اینا حزب پیشون داشت میخواست برنده بشه دیگه، اینا خاطر این. خب اما آقای روحانی این وسط چه کار است؟ حالا عرض میکنم روحانی موقع مسئولی چی بود؟
رئیس کمیسیون دفاعی بود دیگه. رئیس کمیسیون دفاعی بود توی چیزم بحث تدافعی بود. پولایی که میگرفتم نامه مینوشتم به آقای هاشمی. آقای هاشمی مینوشت پاراگ میکرد برای روحانی. روحانی به بانک مرکزی میگفت که ما هماهنگ میکردیم برای یه بارش انجام شد. دیگه هم پولو ندادم. اون وقت اینجا رو شما داشته باش. اینجا رو داشته باش. خب. ببین. با توجه به این که آقای روحانی یک شخصیتی غیر انقلابی بود. انقلابی بود ایشون؟ نه. به هر حال کسی که به امام خمینی اولین بار گفت امام نه. خمینی ایشون باش. هست. باش. نه دیگه. ببینید. ایشون تو نیروهای انقلابی، تو نیروهای مبارز مثل بهزاد نبوی، مثل بادامچیان، خب مثل خیلی روحانی رو به عنوان یه آدم مبارز و انقلابی نمیدونستن. زندگیش اونجوری نبود، خصلتش اینجوری نبود. خب حالا بعد ولی شما امکان داره ولی مثلا بهزاد نبوی هست، بادامچیان هست. خدا اینا که صحبت نمی‌کنی. آره. کلا 7 جلسه برگزار شد. گوش کردی؟ من همون جلسه که اول بودم خیلی از موزه بالا مثل همیشه صحبت کردم که مکفارلین ناراحت شد، قهر کرد. من گفتم بذار باشه، بذار ما همینجور که از همونجا ننهی شد قضیه. یعنی من دیگه نتونستم جلسه برم. شفاق گفت من هستم. حالا چرا؟ حالا چرا اینجوری شد؟ در این حال که سپاه یعنی وحیدی و وردی نژاد اینا منو میشناختند، ولی محسن رضایی فرمانده بود دیگه، محسن رضایی دیدگاه خوبی نسبت به من نداشت. به خاطر فجر. آره. یک. دوم، روحانی به دلیل اینکه ما اطلاعات زیادی ازش داریم و این رو حس میکرد، یعنی چیزی رو شما بگم تمام خودش هم نمیدونه، همه اطلاعات ریز 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 زندگی شما داشتیم. خاطر این میگم. بعد میگید میترسید از اون؟ عرض میکنم اون موقع آقای روحانی اومد نشسته بودیم یه جا، بازی هم بود، آقای هاشمی، همین آقای نجف آبادی، من اینا خیلی پر بودم. من قرار باشه پر گیری باشه، قرار باشه به من به گردنم نمیرسن. منم چلو اونا برخورد پرگیری میکردم. گفتم چیه شما داریم میگید؟ به خودی میگینم فلان همچین همچونه. هی میخواستن ما رو بزنن، حاشیه درست کنن. آقای روحانی به آقای هاشمی گفتش که اینا با کنگلو دعواشونه. اینا میگن که ما سپاهیم، کنگلو کجاست اینجا؟ با توجه اینکه میر حسین موسوی هم با این موضوع مخالف بود، من در واقع با موضوع رابطه با آمریکایی‌ها مخالف. آره، اصلا با این کیس و با این برنامه و اینا، ولی میگفت هر چی آقای هاشمی گفت انجام بده، ولی نظرش موافق نبود. آقای روحانی خبر جلسه از کجا داشت؟ خبر درونی مذاکرات؟ حتما آقای من نگفتم که آقای هاشمی حتماش گفت. آقای هاشمی به هادی نجف آبادی و به آقای حاجی نجفایی به عنوان مترجم فرستادن، نه برای و روحانی هم این به چه علت؟ به خاطر اینکه پول هزینه هم دست این بود دیگه. بعد این تو این قضایا باشه پول، هر کجایی که هاشم آقای هاشم می‌خواست پول چیزی بده روحانی بود. چرا اینا می‌خواستن یعنی دست خودشون باشه؟ با توجه به اینکه روحانی از اون آدمایی بود که سپاه سایش رو با تیر میزد، چون که از اون اول که خواستن مرام نامه سپاه رو تصویب کنن
حسن روحانی مخالف بود تو مجلس، خیلی هم مخالف بود، قبول نداشت اصلا حرکات ها و ایده های سپاه و اینا رو، این مدلی نبود و نیست. بعد من حدسم اینه که با توجه به اون موضوع اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن منم میشناخت، منم آدمی نبودم که فرمون حسن روحانی رو ببرم و چند بارم ازش انتقاد کرده بودم و روحیه منم میشناخت. با اینا بود که اینا موافق بودن، اینا میخواستن یه کاری بکنن، بعد این کار کردن درست شد. بعد از این حالا من میگم چرا این تحلیل درسته، اینا اومدن من رو از صفحه پاک کنن، میشه دادی؟ چیکار کردن؟ اون موشکایی که من آوردم پولش ندادن. 500 تا موشک گوش کردی؟ نه، 500 تا رو دادن، 500 تا موشک آخر رو پولش ندادن. یعنی ما 12,000 نه، ما 1,000 تا موشک، 12,000 500 میشه 12,500 دیگه، 1,000 دو تا 500 تا، 1,000 تا موشک رو پولش ندادن. خب اینا که بهش میرسیم تو من، حالا گوش بده، کی نداد؟ حسن روحانی. من اینجا با حسن روحانی برخورد داشتم شدید، گوش کردی؟ که این یعنی با برخورد برای چی نمیدی؟ کار خراب میشه، همه چی خراب میشه، یعنی اگه تو ندی اینجوری میشه، اینجوری میشه. اونا میخواست که اینجوری بشه، میخواست که ما جنگ. باور کن یه آدمی مثل حسن روحانی میدونست اگر که پول اینا رو بده خب باز دو مرتبه میگیرن. حالا کنگرلو نباشه، کنگرلو بهش بگن نه، میگه نه، کاری نداره دیگه. سپاه سپاه، خب البته که سپاه این کار رو بکنه، ما هم نوکر سپاه، که این کار من کردم، که من خودم اومدم زیر نظر سپاه، فرمون سپاه رو میبردم. آی کنگرلو، حالا این مهمه، اینو خوب تو بنویس و بسپار، اگر که نظری داری به من بگو. من به خاطر این یه کسی مثل حسن روحانی چرا این کار نکرد؟ دستور آقای هاشمی من نوشتش هست، دستور آقای هاشمی رو چرا اجرا نکرد؟ چرا پول نداد؟ من اینقدر بهش گفتم بابا اینا دارن زار زار پشت تلفن گریه میکنن، ما قرارداد با اینا بستیم، ما حرف زدیم توی قضایای گروگان گیرو، اینا حرفه، چیزی نه کسی ننوشتی که، بانک امضایی نکردیم، ما حرف زدیم با شما موشکه بدی، ما 4 روز بعدش به صلاح پولتونو میدیم. الان 1 ماه گذشته، اینا میگن ما رو میکشن، ما هم پول نداریم، 12 میلیون فلان این حرف، در حد این حرف نیستیم که، این یه اله بلان بلان. خب ببینید آقای هاشمی که رئیس بود اونجا، من میخوام به شما بگم که خوب پوش بده، به عنوان یه آدم هوشیار زرنگ توجه کن، اینا مسائل تاریخیه. یعنی آقای حرفایی که من زدم خب آقای بنام حسن روحانی نمیفهمید که اگر پول به اینا ندیم، اینا به خاطر جون خودشون هم شده که ندارن پول دیگه، که نکشن اینا رو، نزنن اینا رو، به خاطر اینم که چیکار میکنن؟ میان دست به هر چی میزنن دیگه، یه کسی که داره غرق میشه به هر چی دست میزنه که نجات پیدا کنه، میرن آقای منتظری میگن. خب بعد کار خراب میشه، این کار سریه، پس تو میخوای که خراب بشه، میخوای که همه چی لو بره، میخوای که یو این روال نره جلو. ما لب قضایا بودیم که داشتن همه اون چیزی که ما میخواستیم بدن و دادن، یه مقداریشم میخواستن حسنیت ثابت کنن بدن. من حرفی که روز قیامت دارم میزنم و هیچ نفعی هم برای من نداره و جز ضرر که این حرف دارم میزنم، جز ضرر هیچی دیگه نداره.
جز از جهت امنیتی جز خسارت به من هیچی نداره، ولی من اضافه زنده‌ام. من قبل از انقلاب محکوم به اعدام بودم، عوض یه بار چند بار. من اضافه زنده‌ام، من از مرگ نمیترسم که. ولی اینا یه همچین خیانتی کردن. حالا برای که یه خور بحث پخش نشه، شما نظرتون هست که گرشه خور رفتیم جلو با ندادن 500 تا موشک پولش رو در واقع آقای قربانی فر میاد و دست میندازه به همه جا، از جمله نامی نویسه به آقای منتظری و از اونجا ماجرا از طریق سید مهدی هاشمی لو میره. آقای هاشمی هم البته توی خاطراتشون همین ماجرا رو میگن به عنوان اینکه ما نیازی نمیدیدیم که عرشبت که آقای منتظری بدون روزی از رو بخونم. ایشون میگن که اصل قضیه این بود که ما 5 نفر و امام، منظور آقای خامنه ای هست، میر حسین موسوی، آقای موسوی اردبیلی، سید احمد آقا، خودشون و امام در جریان سفر هیئت آمریکایی نه شخص مکفالین بودیم. افرادی مثل دکتر هادی نجف‌آبادی، دکتر روحانی و وردی‌نژاد که مذاکره می کردند مطلع بودند. آقای قربانی فر ارتباط خود را با آقای محسن کنگلو که مشاور نخست وزیر بود شروع کرده بود. بعد اینکه مکفالین آمد و رفت و نقصی در کار افتاد و معلوم شد که گران حساب کردند، 6 میلیون دلار را به آنها ندادند که تفاوت قیمت واقعی و ادعای آنها بود. آقای قربانی فر، یعنی نظر آقای هاشمی این است که اونها به ما گران داده بودند. آقای قربانی فر به آیت الله منتظری شکایت کرد و گویا پس از دریافت نامه شکایت به ایشان برخورد، به آقای منتظری برخورد که چرا تا به حال به ایشان گفته نشد. وقتی به من گفت، گفتم از کجا فهمیدید؟ گفت شما چرا به من نگفتید؟ گفتم مگر قرار است همه چیز را به شما بگوییم؟ یعنی منظور به قائم مقام رهبری ربطی نداشت نظر آقای هاشمی. چه احتیاجی بود که شما بدانید؟ و اینکه چرا نامه را به اشراء دادند نمیدانم. نامه که آقای سید مهدی هاشمی رو در واقع به اشراء داده. ولی وقتی پس از انتشار خبر من ماجرا رو به دستور امام اعلام کردم، آیت الله منتظری به من گفت چرا فاش کردید؟ میبایست ادامه میدادید، یعنی جزو موافقین ادامه کار بود. من گفتم شما این کار را کردید و امام گفت بروید همه چیز را به مردم بگویید. بعد از اینکه نامه تو اشراء منتشر میشه، آقای هاشمی تو 13 آبان تو راهنامه 13 آبان میاد همه چیز رو میگه. من نمیتوانستم دستور امام را اجرا نکنم. به نظرم تحلیل آنها درست نیست. ولی در مورد سید مهدی هاشمی من و آیت الله خامنه ای میخواستیم که او محفوظ بماند. ببینید اینجا هم شخص عرشبت که روحانی آقای هاشمی هم متقاعد شد به اینکه 6 میلیون دلار در واقع به ما گیرون اولا خواهد. بهش اشتباه کرد، بهش گفتم گوهر من نمیدونستم. تازه یه مصاحبه دیگه داره اصلا میگو من نمیدونستم بده کاریم. گفتم اینا 12 میلیون خورده ای. حالا حسابش دارم تو همین مایه ها. ما بدهکاریم و قرارداد بستیم. 512,000 تا میشه 6 میلیون دلار دیگه. نه 500 تا نیست که. آخه برنامه 6 میلیون دیگه بخوایم در بیاریم 12,500 میشه 500 تا. نه ما یه 500 تا اولش دادیم پولشو. اون که چی؟ این 500 تا که 500 تا اومده بود برای ما. بله. بعد همون چیز بود. خب هیچی. حالا بعد ما میخواستیم پولشو ندادن. من رابطه ایران و آمریکا در اوج جنگ به خاطر 6 میلیون دلار هوا شد؟ نه به خاطر پول. نه به خاطر اینکه اون آقا خوب میفهمه شما، یعنی اصلا کسی با 6 میلیون پوله، پول مملکته، بگه من پول نداشتم مثلا، نه دروغ بوده. اون آقا با علم به این که تنها راه به هم زدن این رو، به هم زدن این کلیش اساس حسن روحانی بود. اینجا حسن روحانی خرابش کرد، خرابش کرد. باعثش حسن روحانی بود، نه باعثش آیت منتظری و چیز بود. جلسه اول به حال اختلاف نظر پیدا شد بین تیم شما و تیم آمریکایی و آقای مکفالین قهر کرد. سوال من این هستش که اگر که به جای مکفالین اولیور نورس مسئول هیئت بود، بازم این اتفاق می افتاد؟ نه
ببین همه چی دست به دست هم میده. گوش دادی؟ من این جمله منه، نمیدونم شما شنیدی جرف منو یاد. این جمله منه که اگر اولیور نورس به جای مکفارلین بود خراب نمیشد، صبر میکردن. نورس میخواست بشینه. اگر اینا دو روز اینجا بودن کار درست میشد. ببینید آقای مکفارلین تو کتابش نوشته بود که اگر ما برای تجارت پوست به روسیه میرفتیم بیشتر تحویل اون میگرفتن که برای تجارت اسلحه به ایران اومدیم. آره. مأموریت آقای روحانی رو بذاریم کنار، عرض من این هست که به هر حال به عنوان یک واقعیت که الان دیگه سری نیست، ما میدونیم که چهار نفر اصلی که توی این ماجرا بودن غیر از آقای رئیس قوه قضاییه آقای موسوی اردبیلی، اون سه نفر رو هم اختلاف نظر داشتن، نمیتونستن به جنبندی برسن در مورد آمریکایی ها. چرا نمیتونستن به جنبندی برسن؟ حرف آقای موسوی، مهندس موسوی چی بود که مشکل داشت با این ماجرا؟ حرف آقای خامنه ای چی بود که مشکل داشت؟ بعد ناقص من، چون که من تو جلسه بودم دیگه، این جلسه به کلی سری بود. من حالا خیلی انتقاد میکنن، ولی من این آقایون رو تا اونجایی که من میشستم آدمای خوبی میدونم. خب در مورد خوبیش رو صحبت نمیکنم. آره، ولی علت این که مهندس با این کار با من خیلی صحبت کرد، اصلا کلن به صورت ریشه‌ای مهندس میگفت رابطه گرگ و میش هیچ موقعی نمیتونه درست باشه. کلن با رابطه با آمریکا مشکل داشت. کلن اینجوری بود. ولی اینکه قطعا نظر امام هم همین بود. ایشونم خیلی عاشقانه امام رو هم دوست می‌داشت، هم پیاماشو عاشقانه قبول می‌کرد. یعنی دو تا چهار تا نمی‌کرد، مقایسه حتی نمی‌کرد با عقل خودش، عاشقانه نظر امام رو قبول می‌کرد و اجرا می‌کرد. این مالی. و خودش هم شخصا فکر می‌کرد، می‌گفتش که ما باید قدرتمند بشیم. نظر درونی خودش این بود. خودش میگه ما باید قدرتمند باشیم، ولی آمریکایی‌ها نمیذارن ما قدرتمند بشیم، نمیخوان ما قدرتمند بشیم. اگر که من این جمله مهندس، اگر شده که من اعتقاد دارم که اگر شده ما 10 سال مثلا اگه ایرانی‌ها تا اونجایی که حتی علف بیابون رو بخورن ولی تسلیم نشن، بالاخره ما اینو میگذرونیم، این سختی رو میگذرونیم، به یه جایی میرسیم. ما شب جمعه اون همون هفته موشک لازم داریم که کارمون راه نمیافتاد با این حرفا. آره، حالا دیدگاهش این بود دیگه. من دارم خودم نمیگم، ایشون میگه. خب آقای خامنه ای نظرش چی بود؟ آقای خامنه ای هم میگفتش که من اعتماد ندارم، اینا میخوان صدام پیروز بشه، ما شکست بخوریم، و ما اصلا هیچ اعتمادی نداشت به هیچ وجه. من حتی میگفتم ما کاری به اعتماد نداریم که، ما میخوایم کار اعتمادی کنیم که اینا اومدن اینجا گروگان، ما گروگانه رو آزاد کنیم. مثلا شاید اینجوری فکر میکرد که خب اینا اگر که ما این به قولشون وفا نکردن، بعد تو دنیا نمیتونیم بگیم که آقا جون ما گروگان رو آزاد کردیم، حالا اینا رو بگیریم بدتر میشه. اینا نیت خوبی ندارن. اینا با ما، من میگفتم که بابا تو دنیا یه چیزایی هست، یه چیزایی سنته، عرفه. ما توی رستوران که میریم غذا میخوریم، اول اما پول نمیگیرن که معمولا، مگه این چیزایی که محلای کارگری هست که میخوان تون تون بگیرن. ولی توی یه جایی که رستورانای معروف و بزرگ و همه جای دنیا که میری، خیلی اول احترام میذارن، فلان خوب قصدتی که میکردی، بعد تعارف میکنن فلان، بعد شما یه پول اضافه هم تازه میدی، انعام هم میدی میری. بعد اون همیشه با اعتماد به شما، اول نمیگه آقا شما کجا بدنم که تو چیز، باید یه چیزی گروه اینجا بذار، این خوردی. حتی
یا اول یه پولی اینجا بذار، پولم میذارم این قلابی نباشه، پلا نباشه، اینجا نباشه. بخوای کی این کار رو میکنه؟ معمولا یه رئیس جمهور. آقای هاشمی منتها اینجوری فکر نمیکنه. نه، آقای خامنه‌ای میگه مثلا بعد یه حکومتی، یه دولتی مثل ژاپن مثلا بیاد، ما به اون اعتماد بکنیم، اون به اون اعتماد کنه، ما بریم اصلا هم علنی باشه، هیچ با مخفی و با دیپلماسی پنهان اینا موافق نبود. به همین دلیل مخالف این کار بود. این دلایلش. حالا اگر اینا جلسه هیئت طول میکشید، بودنشون در ایران سرانما به جنبندی میرسیدن؟ آره. یه ماه دیگه میموندن آقای هاشمی منتقادشون میکرد؟ نه یه ماه نه، مثل چهار روز میموندن، چون که اینا یوهو خورد تو ذوقشون دیگه، اصلا یوهو یه چیزی اومد برشون موندن، قدرت تصمیم گیری نداشتن. اینو به شما بگم، اگر کسی عاشقانه، ببین اینجا رو خوب توجه کن، با دو دو تا چهار تا نمیشه، بر یه جاهایی هست که باید خطر رو بپذیری، عاشقانه باید انجام بدی کار رو، بگی خدایا من اینجوریم، من تو زندگیم اینجوریم و هیچ وقت هم مشکل پیدا نکردم. بعد باید بگی بس بشی، بعد انجام بشی. حالا اینجا چی بود؟ امام به اینا گفتش که آقا من واگذار میکنم به سران، خودتون تصمیم بگیرید، منم بر اساس اون تصمیم شما موافقم. یعنی این رو توپ انداخت تو زمین سران سقوب. سران سقوب هم فقط آقای هاشمی بود، بازم آقای هاشمی تنهایش میرفت جلو، داشت میرفت جلو تا اینکه آمریکایی بریدن. نه اونا آمریکایی نبریدن، الان سپاه داشت کارش انجام میداد دیگه. حالا بعدش به شما میگم به چه خفتی ما افتادیم. چه شد؟ حالا اینو بذار تمام کنم که میگم. بعد چی بود؟ فهمیدن آقای هاشمی داشت کار جلو میبرد. آه داشت کار جلو میبرد، همجوری داشت هم به هم میرفت جلو تا اینکه رفت امام بهش گفته بود که اینجوریه، اینجوری شد و اینا. امام گفت برو به همه چیز به مردم بگو. اومد به مردم گفت. خب مالا بعد از اینکه آمریکایی‌ها رفتنه. آره دیگه. بعد این لخر نشد دیگه، اینا ما نشسته بودن. نه خب اون چند روز. اینا نشسته بودن. هیچی. ما منتظر بودیم که یک کسی یه چیزی بیاد بین ملاقات بکنه. با خودشون کیک و انجیل آورده بودن، درسته؟ بله. آقای هاشمی گفت کیک رو تو فرودگاه بچه‌های سپاه خوردن. آره نفت. این پایدم نیست. خیلی شلختگیه. آره. خیلی. خیلی. قربونت برم که حداقل به این حرفای دل من رسیدی. ببین چه برز الان هم آقای هاشمی، هر کی من دیده، شمخانی، خب میگه واقعا ما اشتباه کردیم، کاری که تو کردی اصلا دیگه پیش نمیاد. 29 فروردین 65 بزرگترین پیروزی ایران در جنگ بعد از فتح خرمشهر اتفاق میفته که عملیات بلفجر 8 ایران میره فاورو میگیره. سوال من اینه که آیا بدون 11000 قطعه موشک ضد هوایی هاک که از انبارهای اسرائیلی آمریکایی‌ها دادن امکان سرنگونی هاک؟ نه 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 نه، اصلا اسرائیل هاک نداره، موشک هاک، سایت هاک نداره. اینا تاو بودن؟ ببین ما با چی زدیم 70 تا هاپومای عراقی رو؟ با چیز بودم، ما با تاپ نزدیم، با هاگ بودیم، ولی قطعات از آمریکا آوردیم. خیلی خوب، با 11000 اینجا همینی نویسن مثلا اسرائیل که قضیه رو خراب کنه. باشه، با بدون 11000 قطعه موشک ضد هوایی هاگ آمریکایی که از انبارهای آمریکایی تامین شد امکان زدن 70 تا هاپومای عراقی بود؟ اصلا نبود. الان همه میگن اصلا نبود. این دقیقا همون موقعی نبود که ما داشتیم توی اخبار رسمیمون میگفتیم که آمریکایی‌ها دارن از عراق حمایت میکنن و بعد ما رفتیم با موشک آمریکایی در واقع این کار رو انجام دادیم، رفتیم فاوو گرفتیم. یعنی تو تبلیغاتمون چیز دیگه میگفتیم اما در عمل با موشک آمریکایی این کار کردیم و اینطور نبودش که عراق به تلافی همکاری ایران و آمریکا و حالا به تعبیر خودشون اسرائیل
ناو استارک آمریکا رو زدن که 27 اردیبهشت 66 میزنن که 37 هم کشته میده. یعنی وقتی عراق متوجه این رابطه پنهانی ما با آمریکا میشه، این ماجرا رو اتفاق میفته. امکانش هست. رو بحث اسرائیل خورده صحبت بکنیم. به هر حال ببینید، من الان یه اطلاعاتی دارم که آقای 24 مهر 1365 آقای رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا تلفنی با آقای شیمون پرس نخست وزیر اسرائیل صحبت میکنه و مراتب تشکر دولت مطبوع خود را جهت هماهنگ سازی اسرائیل در انتقال تسلیحات به ایران اعلام میکنه. 24 مهر 65 اسرائیلی مثلا نقشش چی بود که رئیس جمهور آمریکا نخست وزیر اسرائیل تشکر میکنه؟ ببینید، تا اونجایی که من دیدم، به چشمم دیدم، اگر که یک قطعه ای رو یک کشوری تولید بکنه، یک جوراب تولید بکنه، میشه میدین مثلا چاینا، میدین فلان، این موشک‌ها میدین اسرائیل نبود. قطعا نمیتونه، موشک‌های آمریکایی بوده. درست شد؟ خب کسی نگفته موشک‌های آمریکایی نبوده. حالا بعد اسرائیل فکر میکنم خودش تولید داره، من نمیدونم. نه ببینید، الان صحبت این نیست که این اسلحه های اسرائیلیه. نه، من میخوام به شما بگم، میگن اسلحه های آمریکایی از طریق اسرائیل به ایران داده شده. حالا اجازه بده. من میخوام دلیل عقلی بیارم دیگه، با عقل. اگر که این ماله، ببین این جریان که داره میری جلو میخواد جا بندازه تو کشور عربی، جا بندازه تو دیپلماسی ما، که ما با اسرائیل اومدیم کار کردیم، با اسرائیل اومدیم با بخیم عراق بزنیم. یعنی آمریکایی‌ها دارن این اطلاعات رو دروغ میدن؟ حالا اجازه بده. عقل میگه که اگر شون این هسته مال آمریکا هست، پایگاه نزدیکتر از اسرائیل آمریکا نداره؟ خب که بمون، که داره، همین ترکیه. تا چند کیلومتر از اونجا تا چیز. صحبت اینه که نمیخواستن احتمالاً ترکیه رو در جریان بگذارن یا هر چیز دیگه ای. مکاری نداره، اصلا اونجا پادگاه دارن، دور سیمخار داره، سرباز آمریکاییه، هواپیما بشینه بلندشه، کاری به اونا ندارن، که کاری به ترکا ندارن. شما که جعبه های اسلحه رو باز کردید، هیچ موقع مارک ستاره داوود یا چیزی که نشون دهنده تعلق این سلاح‌ها به ارتش اسرائیل باشه دیدید؟ اتفاقا من همونجا باز کردم، گوش کردید؟ چند تا بودن؟ گفتم باز کنی، باز کردم. کجا باز کردیم؟ همون که از هواپیما اومد پایین. آها. همین کف فرودگاه باز کردیم، قشنگ باز کردیم، چند تاش هم باز کردیم. بعد دیدم یه تعدادی هست که اینا فرق میکنه، جعبش خیلی بزرگتر و اینا، 12 تا بوده بود. گفتم این برای چی اومده؟ شما همجوری تای انبارتون هرچی اضافه بود ما دیدن نمیشته. گفت این چیزه، اونجا خوندم بچه ها، این هارپونه، موشک، ببخشید، هارپون نه، چی؟ هاگ، موشک هاگه. گفتم ما هاگ سن باش، موشک هاگ در تو خودم داری، خیلی هم داری، قطعش رو میخوایم. آره، ما موشک هم میخوایم، ما قرارمون با این پرواز که میاد تاب. به هر حال بازش کردین، علامتی نشون دهنده علامتی که ارتش اسرائیل حتی نبود. من به اون چیزام که گفتم شما علامتی این دیدید؟ اما خود اسرائیلی هم این ماجرا رو میگن، میخوان تفرقه بندازن. ای والا، ها اینه، این خود این، ببین خود این یه ضربه ایه دیگه، خود این یه ضربه ایه. اسرائیل دروغ میگن به خاطر اینکه ما رو خراب میکنن. آره، حالا جزء دروغاشون شاید اینم باشه. آقای ناهم وانبار از افسران اطلاعاتی، البته من معتقد نیستم که یه رئیس جمهور بیاد یه دروغ بگه. من تو دنیا، من کار کردم، زحمت کشیدم، تو دنیا عرف نیست یه رئیس جمهور دروغ بگه. گوش کردی؟ من تا به حال من با ژاک شیراک کار سری کردم، با
چیز وزیر کشورش بودم، با نخست وزیر، با معاوناش. ببین هیچ کدوم خداوکیلی، هیچ کدوم یه دروغی رو نگفتم اصلا. خودم نکردم، یعنی نه خداوکیلی، یعنی اگر که مثلا یه دروغ میگفتن شاید خیلی کاراشون بهتر انجام میشد، ولی نگفتن. آقای وانبار که اسرائیلی هست میگه که ایران در اون جریان خریدها مقداری گاز اعصاب و خردل هم دریافت کرده. ما توی معامله حالا چه از طریق اسرائیل چه از طریق آمریکا یا سلاح شیمیایی هم دریافت کرده. کی هست این حرف زده؟ از افسران موساد. همین دیگه. خوش تو گروم بابات خلان کردی. مردی که پدر سوخته عوضی. آخه اگر ایران بخواد گاز اعصاب بخره یا بیا از اسرائیل میخره، گاز اعصاب اینقدر خودمون بخوایم درست میکنیم، فرمولش چیزی نیست که خیلی شاق باشه. بله هست، ولی ایران این کار رو نکرده. درسته. ببینید یک نکته دیگه هم که مطرح شده توی اطلاعاتی که اومده، چون ما همش صحبت موشک هاک و موشک تاو و اینجور چیزا داریم، آیا این درسته که ما در 15 مرداد 1364 110 اراده توپ فوق پیشرفته 155 میلیمتری بسیار دقیق با شعله پوش و مهمات میگیریم از آمریکایی‌ها؟ که البته توی جنگ ما بهش میگفتیم توپای اتریشی، نمیگفتیم توپای آمریکایی. ما از آمریکایی‌ها توپ گرفتیم، 110 اراده توپ فوق پیشرفته. چه سالی؟ 15 مرداد 64. چقدر از زمانی که مکفارلین اومد اینجا و باز بعد از اون چقدر از زمانی بعد از اون؟ ببین کل اون پروسه مکفارلین که از ابتدا تا انتها از 29 مرداد 64 هست تا اسفند 1365، یعنی تو اون ماجرا می گنجه در اون مقطع زمانی. موقع که مکفارلین اومد اینجا چه؟ چند روز قبلش بوده. چند روز قبلش همچین اتفاق افتاد؟ آره. نه دروغه. ما با آمریکایی ها کسی امکان داره بعد از مکفارلین؟ چرا؟ برای اینکه همین تیم دوم که همین آقایون بودن که اینا گفته شده شنیده شده که رفتن تو کاخ سفید و اینها، بعد که خیلی لطمه به ما زده شده. کیا رفتن تو کاخ سفید؟ حالا رفتن دیگه، حالا یه زمان گندش در نه. خب یه آقای اطلاعاتی هستش که من دارم که در واقع آقای علی هاشمی همراه چند نفر رفته به کاخ سفید. درسته؟ درسته؟ از کجا آوردی؟ از جای آوردم دیگه. نه از کجا؟ گزارش تابر. ها؟ گزارش تابر. تابر؟ نه جدی دارم میگم. من دارم جدی میگم. میخوام براتون بخونم. گزارش تابر. گفت منبع چیه؟ کیه؟ گزارش تابر. حالا بخونم براتون. روز 22 سپتامبر یعنی در واقع 2 مهر نورس گزارش مقدماتی در اختیار پوینتکستر، اگه تلفظش رو درست بگم، جانشین مکفارلین پس برکناری وی قرار داد. گفتگو با خیشاوند جمعه شب آغاز شد. خیشاوند اسم عرشبت که رمز آقای علی هاشمی ظاهره و بدون وقفه تا ساعت 11 بامداد روز شنبه ادامه یافت و سپس او با یک هواپیمای دربست راهی استانبول شد. جورج و دیک میگویند کارها به خوبی پیش رفت، در این خصوص بیشتر تشکر را باید از دیک به عمل آید، چرا که او بود که ارتباط اولیه را در بروکسل برقرار ساخت. خیشاوند مخصوصا خواستار کسب علامتی از دولت آمریکا شد تا ببیند آیا واقعا در مسیر درست به پیش می‌رود یا خیر. و ما در مورد یک عبارت به دقت تعیین شده که از صدای آمریکا پخش شود به توافق رسیدیم. او مسائل 2 میلیون بی خانمان در ایران، سقوط اقتصاد و نابودی صنعت نفت این کشور را مطرح ساخت. و او خیشاوند که از نظر این تحلیل ظاهراً آقای علی هاشمی هست، بارها از کانال قربانیفر ابراز نگرانی کرد، این از کانال شما، و اظهار داشته که از نزدیکان قربانیفر در تهران برای سازمان جاسوسی شوروی KGB کار میکند. چجوری بفهمیم که این علی هاشمی گفته اینو؟ پوچی، فقط تو گزارش تابر اومده که این آقا. بله. عرض شود که یک بحثی که وجود داره
من به نقل از روزنامه کیهان این ماجرا رو میگم چون سند اصلی رو در واقع ندیدم. کیهان 15 اردیبهشت 1393 میگه که آقای مایکل لدین که از مشاوران سابق امنیت ملی آمریکا هست مطرح میکنه در مصاحبهش با رادیو فردا، میگه که اگر از شما بپرسن این جنبش، منظور جنبش سبزه، اگر از شما بپرسن این جنبش به کی برمیگردد، احتمالاً خواهید گفت به یک سال قبل. اما من میگویم، این آقای مایکل لدین میگوی، اما من میگویم ما از اواسط دهه 1980 با کسانی در دفتر نخست وزیر ایران در ارتباط و تماس بودیم و موضوع مذاکره و رابطه را پیگیری میکردیم. قاعدتا هم استاقش میشه شما. آره اینو میدونم، اینو هم چیز گفته، شریعتیه دیگه، شریعت مداری، شریعت مداری. آره میدونم. نظرتون چیه در مطبع این حرف؟ از این گنده ترش هم گفته شریعت مداری، که من اومدم به این آقایونم گفتم راستون شکایت بکنیم، دیدن که خب من که نیستم که، اسم من نبرده که. نه اسم شما نبرده، ولی این میخواد دورا دور بگه. عرض شود که ما خریدهایی که داریم انجام میدیم 29/5/64 96 موشک ضد تانک تاف میگیریم، شهریور 64 408 تا موشک ضد تانک دیگه میگیریم که روی هم دیگه همون عدد 500 تای شما میشه، 502 تا. عرض شود که 21/8/64 قطعات فانتوم میگیریم به ارزش تقریبی 43 میلیون دلار. 3/9 500 تا موشک دیگه میگیریم، موشک ضد هوایی هاک قطعاتش رو. و 28 بهمن ماه 64 500 تا موشک ضد تانک دیگه، 8 اسفند 500 تا موشک ضد تانک دیگه، و 3 سه یعنی 3 خرداد ماه 508 تا موشک ضد تاو دیگه، ضد تانک تاو، و 240 قطعه یدکی موشک ضد هوایی هاک میگیریم، و 24/10 قطعات F5 میگیریم تایگر، و F14 به ارزش تقریبی 50 میلیون دلار. و عرض شود که 13/5 قطعات یدکی موشک ضد هوایی هاک میگیریم، و 500 تا موشک دیگه هم میگیریم که 6/8/65 دقیقا قبل از ماجرای چیز، قبل از ماجرای افشاگری آقای هاشمی، که این 500 تا رو پولش رو نمیدیم. درسته؟ یعنی به فاصله. نه اینو غلطه، اینو غلطه. ببین همون ما مجموعا چند تا موشک تاف گرفتیم؟ ببین ما یه 500 تا پولش دادیم. خب خیلی عدد این که خیلی بیشتر از 500 تاست. نه 500 و 500 و 500 و 500 یعنی نزدیک 2000 تا موشکه. آره 2000 کلا همش 2000 تا است دیگه. 2000 تا است. 2000 2002 تا. آره 2002 تا. من نمی‌دونم داریم اصلا مدار که نوشتیم اینا، ولی من نمی‌دونم اینا به اینجا میشه که مثلا، ولی کلا اینا بعد از چیزی که اوبردن بعد از مکفارلین بوده. چون که من دیگه قطع شدم، یعنی من دیگه تماس نگرفتم، کلن دادم به اونا، ولی اونا رفتن آوردن. باید تاریخ مکفارلین رو بیاری، اگر مال بعد مکفارلین باشه درسته، قبلش نه، قبلش هرچی اومده با من بوده. درست. حالا من کلیتت در واقع این ارقام میخواستم با شما چک بکنم. بعد از ماجرایی که آقای هاشمی صحبت کرد در 13 آبان، رابطه ما با آمریکایی ادامه داشت و کلن قطع شد؟ نه داشت. علی‌رغم اینکه آقای هاشمی اون افشاگری انجام داد، رابطه ما با آمریکایی ادامه داشت. خیلیه. شما موقعی مکفارلین اومد اینجا، موقعی که رفت تا آقای هاشمی صحبت کرد، چند روز طول کشته؟ خیلی، خیلی فاصله هست. چقدر؟ پنجم خرداد شما در نظر بگیرید تا چیز خرداد، سه ماه اون طرف، سه ماه هم، پنج ماه. آه یعنی از مکفارلین اومد اینجا
رفت تا روز چیز 5 ماه بعدش. بله بله. توی این فاصله که مکفرلند رفت از اینجا رفته، اینا پول ندادند، پول ندادند که قضیه همینجوری ادامه داشت که به اونجا کشید. سوال من اینه که خودشون رفتن. بعد از مکفرلین چطور شد؟ بعد از اینکه مکفرلین برگشت دیگه ما ارتباط نداشتیم. یه کیس بعدیش همین علی هاشمی و ابراهام حکیم هم است بوده اینجا. این بوده و یه نفرم تو دبی یه کسی رو میبینه 50,000 دلار میگه من میدم، فقط منو یه تلفن هاشمی رو من بده یه کسی من با شرط بزنم، که اون ابراهام حکیم بوده، اون یهودیه و اونم سابقه خوبی نداشت در چی؟ در زمان پهلوی. اینو سرنگ ستاری به من گفت. این همون موقع هم توی خرید سلاح عرفان بوده. بعد اون موقع هم سر وزارت دفاع ایران کلاه گذاشته بوده این ابراهام حکیمه. اینه که بعد از ما، یعنی من دیگه دنبال نبودم، کیس کلن دست سپاه بود دیگه. اون رفتید. ما با شوروی چه رابطه ای داشتیم؟ شوروی هم ظاهرا به ما حاضر بوده که تجهیزات بده. شما در جریان هستین؟ نه، من شوروی هم در جریان نیست. عرشبت که یه سوالی که در واقع مطرح شد در گفتگوی بی بی سی فارسی مدتی پیش، تقریباً 3-4 ماه قبل، با سردبیر تفتنامه اشرا در لبنان وقتی مطرح شد که شما از کجا ارتباط برقرار کردید و این حرفا، اشاره میکنه به عرشبت که وابسته نظامی سوریه در ایران که اگر اشتباه نکنم آقای عیاد المحمود بود. آیا عیادالمحمود اتفاقا تو همین ماجراها یک بار هم ربوده میشه توسط نزدیک سیستم امنیتی ما و ظاهرا رابطه خوبی هم با همدیگه نداشتیم. نقش سوریه‌ها در لو رفتن ماجرا چطور بود؟ یعنی وقتی که آقای سید مهدی هاشمی در واقع اون مجموعهشون میخوان تماس بگیرن، از کانال در واقع سوریه این اتفاق میفته و وابسته نظامیشون در تهران. شما نقش سوریه رو چطور ارزیابی میکنید؟ از اینکه سوریه از جهت کار اطلاعاتی تو منطقه حرف اولی میزنن، میزدند حالا جون دریر و همینجور که کشور عربستان سرمایش نفته، سوریه سرمایه شبکه‌های اطلاعاتیه. یعنی خیلی از اطلاعاتی قویه و هیچ سرمایه‌ای نداره جز همین. این بداشته باش. و سوریه خیلی با ما، خیلی یعنی در بس در اختیار ما بود اون موقع. هر کاری ما می‌خواستیم، اینو مثلا پاس می‌خواستیم، پاس عربی می‌خواستیم، هم میداد بدون هیچ. بعد اینکه حالا اینا اومدن مخالف ایران این کار کردن، در واقعی بخشی از جناح حاکمیتشون. آره شاید تو نمیخواستن ایران با آمریکا نزدیک بشه. شاید بیشگری شاید اینا همه سر در میاره در ارتباطات داخلی. یعنی آقای سید مهدی هاشمی موقعی که میفهمه، اول هم آقای چیز میفهمه دیگه، هم که اعدامش کردن که امید نجف آبادی. آره دوری بود، بعد دوری نجف امید نجف آبادی. امید نجف هم میگم دوری. آره. امید نجف آبادی بود، اون میفهمه و اون میاد به آقای منتظری میگه. نامه‌ای که قربانی فر به من داده عیناً همون رو ایشون میاره از پاریس به آقای منتظری میده. و آقای منتظری هم بالاخره دفترش میفهمن دیگه، اینا هم تو دفترش بود.
شده. من اینا با توجه که قصد اصلا صاف کردن این جناح منتظری رو داشتن. اما خود اینا بهانه میدن دستشون. آره اینا به خاطر که اینا رو چیز کنن اینا اومدن لو دادن. آقای خاشقچی چی کاره بود؟ کی؟ آقای عدنان خاشقچی. عدنان خاشقچی موقعی که ما به گفتیم آقا ما پول نمیدیم موشک میاد ما اینجا امتحان میکنیم، اینا گفتن که شما اول باید پول بریزی به حساب وزارت دفاع آمریکا، ما شما رو حساب میدیم، ما رو وزارت دفاع آمریکاست. آخه اینکه از وزارت دفاع نمیده، CIA اومده بوده. حالا اجازه بده اونا اینو بستن دیگه. حالا ما که امنیتی هستیم میفهمیم دیگه، همه جور میتونن بگن این مال وزارت دفاع است، از که ما رو اون بدن، اینا چیز خودشونیه. شما رو حساب میدید وزارت دفاع، پول بریزید اونجا، موقعی که ریختید اونجا خیلی به صورت علنی، به صورت خیلی یعنی علنی یعنی از نظر سیستم اداری، علنی اشتباه گفتن، به صورت شفاف روشن که آقا جون شما باید پول اینقدر پول بریزی، اینقدر نم چی بریزی، تمام این کار رو از اونجا میتونی یه چیز بیاد که این اوتوماتیک وار کامپیوتر در باز میشه که بتونی برداشت بکنی. این نمیشه، این دست آدم دیگه نمش کامپیوتریه. بعد آقای خاشقچی در واقع خط اعتباری برای شما درست کردن. بعد ما گفتیم نه، هر چی نمیدون بابا اینجوریه، به خدا به کی به کی بگم، بعد شما اگه پول بریزید خیلی ارزون تره، خیلی شما پول که بریزید همون قیمتی که آمریکایی‌ها به کشورهای دیگه دادن، به چند تا کشورم گفتن دادیم، همون قیمت، اینا همه ثبت شده است تو الان راست میگه، ما بزنیم الان میدونه این قیمت دادیم به این کشور در این تاریخ، این قیمت دادیم به این کشور در این تاریخ، قیمتش هم مشخصه. شما با همون قیمت، اصلا بحث قیمت رو نام حسن حسین ندارید. ما حقیقت گفتیم نکنه ما پول بریم، پولمون بخورن بخورن. حالا ما چه روز شکتر بگیریم، ما یه خود گرونتر میخریم، خیارم راحت. یه موقع هم دیدیم ما پول اونها رو خوردیم. آره بعد که این کار کردیم دیگه جان، که این کارم کردیم دیگه. آره بعد بعد اومدیم گفتیم آقا اینقدر این زمان برد و نمیخوا از کجا بگو ما از کجا پول بیاریم. اینا رفتن دستامان عدنان خاشقی شدن که اون پول بگیره از اعتبارش، یا پول بده یا هرچی اون بده، اینا هم سندی چیزی گرو بذارن. خلاصه حالا اون چه دیگه من نمیدونم، از اون پول گرفتن به سال اونم گفته من اینقدر میدم و سودشی میخوام. این موشک گرون شد به خاطر همین هم گرون شد. شما میدونستین که سود حد فاصل اون چیزی که CIA از وزارت دفاع یا از کارخونه سازنده تحویل گرفته تا اون چیزی که به شما تحویل میده میرسه به شورشیان نیکاراگوئه؟ نه. برای تو مهم بود؟ ما اصلا ما کاری نداشتیم که، ما میخواستیم یه موشک بگیریم یه تحویل به ما بدن، ما پولشون بدیم به دولت، میخواستن غلطی با پولش بگو، به ما ربطی نداره که. مگه الان ما چیزه هواپیما میخریم، اونا به ما هواپیما میفروشن، پولشو اختیارش از ماست؟ پول جنس داده، پول چی گرفتن؟ حالا اون پول اونا میخوان ببرن کجا؟ به ما چی ببرن؟ خب ببرن یا میخوان نبرن؟ اینا یه چیزه ایست که کاگیه تو من دقیق درست میکنه، یعنی یه چیزه که آقا بنده اومدن جنس کاگیه درست میکنه، این تبدیل شد به یه رسوایی بزرگ. نه نه، رسوایی بزرگ کاگبه عدد کمیه، اونا میان یه چیزی یه جای نشتی رو قشنگ سراخش رو میزن باز میکنن رسوا میکنن. بله همه دنیا این کار رو میکنن نسبت به هم دیگه،
همه دنیا کشور، یعنی افسرهای امنیتی در هستن، تشکیلات امنیتی دارن که اینا معامله میکنن با هم، خیلی مفصل اینا، طبیعی. سوال آخرم بپرسم توی ماجرا. آقای هاشمی رفسنجانی در 13 آبان، من یادم اون روز، در جمع دانشجویان معترض روبروی سفارت آمریکا ماجرا رو افشا میکنه و با طنز و شوخی شوخی هم میگن، میان میگن که اینطور شد، ما اینا رو تحویل نگرفتیم، این تصویر عرشبت که انجیل امضا شده توسط آقای ریگان هست و تو مطبوعات منتشر میشه و بحثای دیگری از این دست. همه اینها به خاطر ترس این بود که نکند خبر هفته نامه اشرا در ایران واکنش داشته باشه و حزب الله یا ناراحت بشن یا دلیل دیگه هم داشت. احساس میکردم تو جبهه ممکنه تاثیر منفی بذاره، به جهنم هفته نامه اشرا منتشر بکنه. اولا که همه جزئیات رو نمیدونستن، بعدشم بدونن چرا رابطه به هم خورد. آیا هاشمی چرا ماجرا رو افشا کرد؟ گفت امام گفته به مردم. خب امام چرا میخواست که اعلام بشه؟ امام که از اولش خودش موافق بود، کارم سپرده به سران سه قوه، حاج احمد آقا در جریان، آقای هاشمی در جریان، میرحسین موسوی در جریان، آقای خامنه‌ای در جریان، همه موافق، یعنی در مجموع با اصل مذاکره موافق. ما چرا خودمون رو ببازیم؟ بله؟ ما چرا خودمون رو باختیم بعد از ماجرای هفته نامه اشرا؟ با هم نظر من اینجا. من هم میگفتم که آقا جون رفتن اینو گفتن. بعد ما میتونستیم تکذیب بکنیم، میتونستیم هیچ نکیم. ولی این خبر اومده چون که جناب آقای منتظری با اینو درگیر و آخرش هم آقا اعدام شد دیگه. اینا یه چیزایی بود که نمیشد، اینا نمیذاشتن ازش. اومدم پیش به امام گفتن، امام هم گفتش که به مردم بگید، بگید به مردم گرشید. این در واقع تصور کردن که همچنان که تو آمریکا یک رسوایی بوده، در ایران هم رسوایی بوده. خب اصلا من خودمو میذارم جای یک رزمنده در اون سال. ما رفتیم از آمریکا اسلحه خریدیم. خب جنگ دیگه، از آمریکا اسلحه خریدیم. من توی متوجه تیکه رسواییش نمیشم. چیه؟ همین نظری شما که دیدیم، من بارها از خیلی آقایون شنیدم. در بس گفتم. آقای کنگلو، 27 بهمن ماه 1364، خاطرات آقای هاشمی رو من میخونم. ایشون میگن که آقای محسن کنگلو آمد و اطلاع داد آمریکا حاضر شده به جای موشک های نامقبول گذشته موشک تاو بدهد. یعنی قبلا موشک های هاگی دادن که مورد تایید نبوده، حالا جاش موشک تاو میخواد بدهد. فردا میرسد، یعنی 28 بهمن ماه 1364، نخست وزیر یعنی آقای میرحسین موسوی هم گفت روس‌ها موافقت کرده اند موشک‌های زمین به زمین از کره شمالی بگیریم. کره هم گفته وام بدهید تا برایتان می‌سازیم. ما گفته ایم از خودتان بدهید، پولش را بگیرید. ببینید تو همین به استناد خاطرات آقای هاشمی، روسیه، کره، فرانسه، امریکا دارند به ایران سلاح میدن، دارن به ایران همکاری میکنن. این در اوج شرایطی هست که ما تا همین امروز میگیم که ما تنها بودیم، فقط به عراقیات اصلاحه میدادن، اینا میخواستن عراق پیشرفت کنه، اینا میخواستن که انقلاب اسلامی محدود بشه و دست به دست همدیگه قرار دادن. اما حتی خاطرات آقای هاشمی رو اگر مبنا قرار بدیم، یعنی که همه اینها داشتن با ما کار نظامی میکردن، حتی اگر با عراق هم میکردن با ما هم داشتن کار نظامی میکردن. از طرف دیگه براتون خوندم. البته این جمله من به اینجا که مربوط به من هست و اینا به شما بگم، من سر همین موضوع پیش آقای هاشمی رفتم. ایشون موقعی که من ریز قضیه ایش هست من بوده دیگه، یعنی مثل از قول من اینا میگفتن حرفی رو. تو خاطرات شما ده، بله از قول شما. خب اولا که این اشتباه گفته هاگ و تاو رو گفته، موشک هاگشون به درد نمیخورده، موشک تاو ازش قرار بودن. ما گفتیم اصلا هاگ نمیخوایم که، ما موشک هاگ، ما زبان شاهین آن روزای انقلاب بود. موشک داشتیم، حالا قطعه موشک داشتیم.
اصلا احتیاج اصلا موشک هاگ نامقبول یعنی چی؟ ببین گفتم که در 15 تا موشک بود، گفتم که خیلی هم بزرگ بود. آخ شما صحبت اون شب اول رو دارید میکنی؟ همین ها بود دیگه، اصلا موضوع همین. من گفتم کی از شما هاگ خواسته؟ آه اینا توی مدت توی ایران مونده بود؟ نه اصلا موقعی که تو همونجا که آوردن من دیدم یکی یکی دیگه شماردم. همون لحظه پسش دادین؟ همون موقع، بله همون موقع پسش دادیم. گفتم به جای اونها موشک تاف بده. آره همون بس. خب متوجه شدم. غیر از شده این قضیه اشتباه همینجوری بوده. اشتباه آیه تاشم. بعدم به شما یه مصاحبه دیگه هم کرده. چند تا مصاحبه که اومدم بهش گفتم که من نمیدونستم. گفت من فکر می‌کردم پولاشون دادیم. گفتم اصلا اصل موضوع این بوده. اصلا اصل موضوع خراب شده. آیه های هاشمی توی نگارش خاطراتشون چنین خطاهایی بکنن واقعا آدم به کل خاطراتشون شک بکنه، چون توی مسائل به این مهمی. این چیزی که مربوط من بوده اینه. خیلی خیلی متشکرم. خاموش کن دیگه نرو. لطف کردی. قربان زنده باشی. سپاسگزارم از وقتی در اختیار من قرار دادی. خیلی متشکرم.